ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاست سپینو خبرو پروګرام ته بیا هم ستاسو خدمت کیو د طریقه البته د افغانستان په پیښو به انشاءالله سره غږیږو دوستان عزیز عرضی سلام و احترام خدمت همه بسم الله الرحمن الرحیم و برنامه سخنی اوریان برنامه بخش سیاسی یا ارزیابی اوضاع جاری افغانستان البته در خدمت قرار دارد. سپین خبری بالای آنچه در وطن عزیز میگذره معمولا صحبت داریم. اخبار گرم از افغانستان البته که اخبار احتوا داشته بود و اخبار 24 ساعت مهم افغانستان البته تشویش جمهوریت چین از ناکامی نشستای صلح چهار جانبه البته عرض می دارم و ای که طالبا چرا به میز مذاکره کشانیدن نشدن و از او طریق صلح و امنیت برقرار نمیشه. البته تشویش برجاست، یقینا چینایی ها هم سرمایه گذاری های در پاکستان دارن و هم در افغانستان. البته امروز یک کشور صنعتی شده و تولیدی کالاهای خود در جهان میخواین بفروشن و از او کشورهایی که مواد خام به دست میارن چون افغانستان و از لحاظ تنقلات و مواصلات و ترانسپورتیشن از لحاظ اقتصادی نزدیکترین محل برای ترانسپورت و نقل مواد خام چون آهن و اقتصادی تر است و در افغانستان مثل عینک خصوصا یک بار توسط چینایی ها قرارداد شد به اثر بیامنیتی ها در افغانستان اونا سرمایه گذاری خود یا فعالیت خود بند کردن یا قطع کردن. علایق اقتصادی در افغانستان دارن چینایی ها، البته از لحاظ سیاسی و آن علایقی که امریکا و ناتو در افغانستان دارن یا اینچه پاکستان دستزنی و راهزنی برای مذاکرات صلح در افغانستان میداره از جنگ بهره میبره، چینایی ها برعکس میخواه که در افغانستان یک امنیت برقرار باشد. در همین خود نشست های چهار جانبه یگانه کشوری که بیشتر آرزو دارد افغانستان در صلح به سر ببره چینایی ها هستند و بنابر ملحوظات اقتصادی اونا علاقمندی هستند که در افغانستان آرامی باشند، اینا سرمایه گذاری داشته باشند و از مواد خام افغانستان استفاده بدارن و همچنان پاکستان هم وقتی دامن جنگ در افغانستان به حساب آتش گرفته باشه و شعله‌ور باشه جنگ در افغانستان سرایت میکنه با پاکستان. خلاصه ای که چینایی ها تشویش بیشتر دارن، آنچه اخبار حاکی بود که چرا نشستای چند جانبه ناکام ماند و نشد که طالبا به میز مذاکره کشانیده شون. از جانب اعلامی طالبان و مصاحبه که با مجاهد از این طریق صورت گرفت، دوستان عزیز، اونا را گمان و یا عقیده بری است که اگر ما به میز مذاکره هم علاقمند بودیم چون پاکستان از ما تقاضا می دارن و به تقاضای پاکستان یا استغاثه پاکستان یا اشاره پاکستان با میزهای مذاکره کشانیده شویم و هر روز اشتهار میشه، یعنی برای ما یک انتحار سیاسی است که آنچه در طول سالها زمزمه میشد و گمان بری بود که طالبان لشکر پاکستان هست و از طریق پاکستان مهمات جنگی از اونا و سوق اداری از اونا صورت میگیره، یک جنگ نیابتی را برا انداختن، این را ما سهم گذاریم. بنان به او ملحوظ هم ما به این میز مذاکره علاقمند نیستیم، یک طرف قضیه. از جانب دیگه ما علاقمند به این هم نیستیم که با حکومت افغانستان که یک حکومت دست نشانده است بینشینیم. با پاکستان هم کدام علایق خاصی ما نداریم که با اونا بینشینیم و صلح کنیم. کشور ما اشغال شده توسط قوای ائتلاف و ناتو و خصوصا ایالات متحده امریکا، اونا طرف صحبت ما هستند. هر وقت در هر جای خواسته باشند با ما نشستی داشته باشند صحبت، ما آماده
ملاقات و مذاکرات صلح هستیم و شرایطی از خود داریم و شرایط ما همی است که وطن ما اشغال شده، ما در طول سالها در تاریخ خود ضد بیگانگان جنگیدیم و اونا را از اخراج ساختیم. تنها همی سه دهه قبل علیه شوروی سابق در جنگ بودیم و اونا را اخراج ساختیم و وطن ما دوباره آزاد شدی که ما نتوانستیم و توانایی ازیر از عمای ما نداشتن که با هم کنار بیاییم و بخش دیگه قضایا بوده. مگر در طول تاریخ ما اشغال نپذیرفتیم، بنابراین ما فعلا شرط ما همی است که خارجی ها، اجنبی ها، کسایی که وطن ما را اشغال داشته اونا کشور ما را ترک بگویه و ما را بگذاره که سرنوشت خود ما را چون کشورهای دیگه جهان خود ما تعیین بداریم. بنابراین این شرط ما را میپذیره بسیار حالا، اگر نمیپذیره ما جنگ ترجیح میتیم، جهاد فریضه است. اعلامیه های همی است دوستان عزیزی، آنچه ما خدمت شما عرض میدارم ساخته و بافته شخصی خود من نیست، هم امروز همه جهانیان همی خصوصا چهار کشوری که در قضایا زی دخل هستند، چین و پاکستان و افغانستان و امریکا، اینا همی تقاضای از اینا، خواهش از اینا، حتی در همی خبر امروز آمده که نماینده امریکا چشم دوخته به اسلام آباد و ترحم پاکستان که گویا طالبان به میز مذاکره بکشانند تا یک صلح از او طریق در افغانستان حکم فرما شوه. یعنی اینجا میبینیم که تضاد علایق و تضاد گفتار در میان موجود هست و سه طرف قضایا که پاکستان است، امریکا و حکومت افغانستان که دست نشانده و بلندگوی قوای ائتلاف بگویم یا امریکا شمرده میشن، ابدا اونا در افغانستان نمیخواین صلح برقرار شوه. پاکستان چرا صلح بخواین در افغانستان؟ یک افغانستان آرام و بی جنگ برای از اونا کدام مازوکی نمیاره، کدام آرام فرحت برای از اونا بار نمیاره. برای امریکا هم بحران خلق کرده، میخوای بحران دوام داشته باشه، آتش جنگ دوام داشته باشه، طالب در جنگ باشه، حکومت افغانستان هم تا او حد در جنگ باشه که طالبا غالب نشوند و اگرم گیرم در بعضی مناطق چون ولایت کندوز به دست از اونا افتاده بود، باز بی 52 هست و تیاره های بی پیلوت امریکا از بیسای نظامی از اونا پرواز میکنه و طالب سرکوب میسازه و طالب هم میگه که ما چون ضد قوای هوایی امریکا وسایل نداریم، مهمات ما زمینی است، بنان ما از اون محل ترک میگیم، عقب نشینی تکتیکی میکنیم، وقتی عملات هوایی رفع شد دوباره پس میام اونجا را تسخیر میداریم. امروز افغانستان تقریبا در حدود 40% در دست طالب است و طالب هم مطمئن است که جنگ کردن میتونه. اگر طالب یا هر قوای مخالفین دولت میدانستن که قوای از اونا به تحلیل میره، مهمات جنگی دیگر ندارن، توان جنگ ندارن، ابدا مشت و درفش برابر نیست، اونا به میز مذاکرات و خود از اونا شاید تقاضا میکنن که به لحاظ خدا ما را بپذیرین، در داخل همی حکومت به پروسه صلح داخل میشیم، شورای عالی صلح را دامنشان میگرفتن و همی پروسه داخل میشدن. مگر اونا با قطعه های برنده البته دارن در دست خود، اگر گفتار آقای دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان صادق می بود و درست می بود طوری که اونا قلقله می کنن که ما طالب سرکوب می سازیم و از بین می بریم و پاککاری می کنیم، خب کسی نیست که بخیزه که آقا جان، خب تنها سال گذشته سال بسیار خونپر برای خود وزارت دفاع و اردوی افغانستان بود، جهانیان ایره اعلان داشتن و امسالی که در پیش از خود امریکا، ستیت دیپارتمنت امریکا، قوای امیر استخبارات امریکا بیان می داره که یک سال بسیار بدی در پیش است برای افغانستان. خود چین امروز اعلان داشته تا اخبار شما ببینیم که سالی که در پیش است اگر طالب به میز مذاکره کشانیدن نشوه و صلح برقرار نشوه در افغانستان، یک سال بسیار بد خونپور پرآشوب در پیش خواهد بود، در افق سرنوشت افغانستان روزهای بدی را ما میبینیم. وقتی خود جهانیان بگوین و ایره
اعتراف بودارن که خوندیزی ها در پیش از خوندیزی ها را کی میکنه، جنگ کی میداره. جنگ طالبا همی تحریک طالب است. الان جهانیان واضح میگن طالبا را به میز مذاکره بکشانین، با طالب مذاکره کنین، طالب خوندیزی میکنه، طالب حملات انتحاری داره، طالب این کار میکنه. امی خود بخش خبری را شما ببینین که در 24 ساعت یک 2000 دفعه خود نام طالب یاد میشه. اگر اینا کسایی بودن که یک چند نفر محدود یک داره جنگی می بودن یا دوزهای سر را می بودن، خونه را بازداشت می کردن و می بردن و به زندان می انداختن و تمام می شد. این خود چشمی طالبان از یک جای جوش می خوره یا از درون قرا و قصبات افغانستان با اینا پیوست می شن، اسلحه را می ورداره، به عملیات یا حملات انتحاری اونا دست می آزن و میرن خدا منفجر میسازن، با این جهان ودا میگوین و یک وحشت بار میارن. وزارت دفاع افغانستان میگه طالبان جز وحشت دیگه چیزی را بعد به حساب دستاورد دیگه نداره. همون دستاورد طالب است که یک وحشت را بار بیاره برای حکومت افغانستان دردسر باشه، برای قوای ناتو دردسر را بار بیاره. و اوتور اگر باشه مجاهدین افغانستان هم خوب نمیتونستن که برن هم مسکو و فتح کنن یا حکومت افغانستان هم فرو بپاشنن. خب عملیات چریکی بود در اون وقت، یک جهان علیه از اونا افتاده بود، علیه شوروی سابق. جنگ سرد بالاخره به پایان رسید. همین خود پاکستانی که امروز گویا عقب طالبا افتاده، عقب مجاهدین هم قمانده پاکستان بود و سوق اداره از اونا بود. اما را میدانیم مشهود است و ویداست. Yes. امروز طالب البته با میز مذاکره نیامدن و چینایی ها از او درک بسیار تشویش دارن. این خبر اول بود دوستان عزیز. خبر دوم هم متصل عزیز بسیار جالب بود که اعلان شد و خبر جالب به این معنا که افغانستان، در افغانستان خود ریاست مبارزه علیه فساد اعلان می‌داره که 93 بیلیون دلار افغانستان دزدیده شده، سرقت شده، اختلاس شده و افغانستان پای هم در این چند سال در ردیف درجات اول فساد و اختلاس قائم مقام ساخته و حکومت تا خرخرف در فساد غرق است. توانایی ایران نداره که با فساد مبارزه و مجادله کنه. درون خود دستگاه حکومت در رده‌های بالا فاسدین نشستن و طوری که یکی گفت 93 بیلیون دلار افغانستان در بیرون چکر میزنه. این معنای از این که در بانکای بیرون افتاده و اینا هم میدانن، ارقام معلوم است، دوزادوزی معلوم است، این شهرک و اینا یک جزء بسیار خردی از اختلاس است که اینا چی میگه ده از هزار زاغ یک دانه از او رو برداشتن و پری از او رو میکنن. یا کابل بانک در حدود 900 میلیون دلار و افراد و اشخاص هم معلوم هست. آقای اشرف غنی هم روزای اول بسیار به تمتراق بالای از اینا چراغ خود انداخت، مگر ناکام ماند. در هر عرصه ای کشور حکومت یکونیم سالی اشرف غنی و عبدالله که توسط دیگاه پیریزی شده، تحت گذاری شده و حفاظه و حراستی از اونا به دستی از اوناست، ناکام هستن. و همین خبر هم مهم بود که از یک طرف طالبا با میز مذاکره کشانیده نمیشه، یک سال پر از بیامنیتی ها و وحشت در پیش است. باز خود همین کانال یک خبر متصلی از او همین است که فسادی داری، دوزادوزی، خودسری ها، بیکفایتی ها و ای که حکومت در رده های بالای فساد در جهان مقام خود حفظ کرده. این بسیار جالب بود. اگر صرف امنیتی ها مشکل افغانستان می بود یا یک عملی انتحاری در یک محل، خب آدم می گفت که اگر این ختم شد خب باز دیگه دنیا گل و گلزار است. اگر همی پای تپ تپ طالب و یک ترق و پک طالب هم نبود، خوی وطن خام می خورن این مردم. مگر حقیقتی است دوستان عزیز که با طالب و پاکستان و وحشت
عملات انتحاری که البته در معنا یک توجیه داره، جهاد است علیه بیگانگان، اشغال افغانستان، اونا میرن جانهای خود قربان میدارن، مجاهدین هم همی کار میکردن. یک فریضی بالای هر کدام ما است، طالب مسئولی کشور نیست، ما شما هر کدام ما که آزاده زیستیم کشور از خود تاریخ داره، با قلم، با قدم، با مظاهرات، تظاهرات، اعتصابات، بایکات با این حکومت باید اما چی میگه برای احیای آزادی و حریت خود باید آدم تلاش خود داشته باشه. یکی به کجا میکشه باز او لیس للانسان الا ما سعا، هر انسان به امو عد و توان مساعی خود نزد خداوند و مردم خیطه خود مسئول هستن. مگر اگر یک دو دسته دستای خودم ببندیم پای خودم و در زیر پاهای اشغالگران بیندازیم که نوش جان تنها چیز میکنین، این خود اگر رای خدا نیست. این خونهایی که در این کشور ریخته شد در طول سالها، جنگ هایی که صورت گرفت، بربادی هایی که بلاثر از او، خانه جنگی ها، جنگ های داخلی، جنگ های بیرونی، هر کدامی از زیر خط بطلان نکشین. و طالب خوب تنها مدافعی کشور نیست، ما هستم، شما هستین، هر یکی برای آلامی کشور، برای توطئه های نهفته برای افغانستان باید بخیزین، حق مردمتان دفاع بدارین، حق و حریت و آزادیتان. در اینجا یعنی میان یک کسی که راستی ایماندار است، مجاهد است، افغان است، با مو اصالت های تاریخی خود عقیدمند است باید بخیزه. ای که طالب چی میکنه او را بگذارین، شما عملی انتحاری نکنین، مگر زبان دارین، قلم دارین، مغز دارین، غیرت دارین، ایمان اگر داریم و این چیزها را افاده میداره. اگر یکی از ایرام نداریم، یک کدوی بیش نیستیم و بلا با پس ما بگذاریم که هر کس توپ فوتبال واری بزنه هر طرف که برد و هر چیز از ما ساخت، یک گودی لطهی بیش نیستیم در دست اینوان. دیگه باز صحبت هم نکنین، با زخمای مردم هم نمک پاش نتین لطفا. همین روز بهترین جهاد زده همین حکومت دست نشانده تقلبی غیر مردمی فاسد باید داشته باشین. اینکه طالب چی میکنه و نمیکنه، یا پاکستان پالیسیش چی است، او را در افکار ما ترجیح کرده میره و میره میره که ما یک سره ای حکومت هم فراموش کنیم، وزارت دفاع هم فراموش کنیم، همه بیکفایتی از اینا هم فراموش کنیم. به یک طرف دیگه توجه ما شما را جلب میداره و یک سره یعنی 80% مشکل ما خود ما در زمینی دستگاه فاسد میبینم. مردم بیکار هستند، بدبخت هستند، بالاخره بیامنیتی ها عاید حالی از ایناست. بیامنیتی خویی نیست برادر که یک نفر راه رفت و یک بم در یک محضر انفلاق میکنه، یک طالب خود منفجر میسازد علیه یک قطار خارجی یا حکومت افغانستان، بالاخره از یک چند نفر دیگه هم تلف میشه، او از یک میلیون شاید دو نفر تلف شود. مگر در درون خود جمعیت افغانستان در 25 میلیون آدم انسان گرسنگی است، مریضی است، قحطی است، بیکاری دارین، آریزین وقتی به مجامع داخل میشن در حکومت افغانستان با رشوه، با فساد، با همه بیعدالتی ها شما برابر میشین. ای خب دوستان عزیز، این نیست که یک نفر در فرق سرش سب یک ساچمه خورده و خون بالای رویش میاد و بیشتر ظلم شده بالای سو. مگر یه آدم بیچاری بدبختی که عارض هست و حق به جانب است، حقی از او تلف میشه، بیکار از طفلش از گرسنگی میمیره. بعضی خانوما میگه به فحشا دست یا زیدن که برای اولاد خود، یک زن شریف، یک فامیل شریف مجبور است که خودفروشی کنه تا اولاد خود نگه دار. مرا فوزی کوفی یک بار گفت، ما یک کلینیک در بدخشان ایمار می داشتیم و امروز صحبت می کردم، بسیار دلخراش یک حالت تشریح کرد، گفت در یک قریه ما رفتم، در قریه دوردست بدخشان، یک خانم حامله بسیار وضعش خراب بود و سب
او در حال مرگ بود. گفتم چرا به دکتر مراجعه نمی کنیم؟ گفت که والا ما پول نداریم. در امون ما حول حویلی از اونا، حیاتی از اونا، دیدم که چند تا گوسفند رو یا گاو استاد بود. گفتم موضوع کرده که بیمیری بالای امی طفل و حالتی تا مبشار بد میبینم، خواهی میم مواشی رو بفروش که به یک دکتر و دارو و دوای خودت به کابل ببریم خودت. گفت تو از دل گرمت گپ میزی. همه تو گفت در مصاحبه. گفتم چطور؟ میگه گاو میبینی که اینمی از و قرسانی ماست. او شیر میته اینمی پنج طفل دیگه میخوره و زنده میمانن، ما دیگه هیچ عاید نداریم. این شوهر ما بیکار است، تقریبا دو سال است یک قران خانه ناورده. این گوسفندا که از سیر سال یک دانی از زیره میکشیم که یک قوت و لایموت ما از لحاظ پروتین و غذا و اینا شوه. اگر ما بمرم یا کلی از یا زنده میمانن و اگر همین گاو و مواشیر ما بفروشم خود تداوی کنم اینا میمیرن. یک حالتی را تشریح کرد دوستان عزیز که آدم این خون از چشم آدم میریخت. این یک مثال است که از کل افغانستان، از این قرا و قصبات و روستاهای افغانستان، افغانستان خود صرف کابل نیست، شما با خود متن اجتماع افغانستان به فقر و بیکاری و بدبختی مردم مراجعه کنید. ما چسبیدیم در حقوق زن که حقوق زن تلف شده و صاحب فوزی کوفی قار شد. او فوزی کوفی که گندشان برآمد فامیل بست یعنی در قاچاق و در زادوزی و در تریاک و مواد مخدر گرفتار هستند. یا او خانم دیگه فیشن کدگی به نام شکریه بارکزای شوهر از او به میلیون ها یا بیلیون ها دلار دزدیده، او آدم به نام غفار داوی پسر عبدالهادی داوی به حد میگه او آدم دز و حرامزاده است که هیچ حد نداره. و این خانم بالا سر در پارلمان و امو پول حرام در میعین خانمه و این نمایندگی مردم افغانستان. ما با این شکلیات بسیار چسبیدیم که روی زن معلوم شوه و پیچیدن نباشه، برهنه بیاید در میدان، در ارکان دولت، در دستگاه و در اینا باشه تا حقوق زن اعاده باشه. ای که زن بیچاره چی بدبختی ها را در اجتماع میکشه، او را هیچ کسی نامد که بپرسه. زیر یمی لوای دموکراسی و چی میگه آزادی قلابی و مطبوعات و اینا همه را فریب داده بیادر و در خود متن و در درون موریانه وره خورده میره. به هر حال دوستان عزیز، خبر اول از تشویش چینایی ها بود. فرزاد جان او را ببینیم، جالب است و آنچه مرز کردم و امو را بیان میدار. چون یکی از اعضای گروه چهار جانبه برای صلح افغانستان به تازگی گفته است که شکست گفتگوهای صلح افغانستان پیامد بسیار خطرناک دارد. چین احساس یک تهدید واقعی ناشی از آنچه در افغانستان روان است را دارد. وضعیت در این کشور واقعا وخیم و ترسناک است. اگر پیشرفتی در فرایند صلح به میان نیاید، وضعیت دشوارتر از آنچه گمان می‌رود خواهد بود. ظاهرا شرطهای طالبان گفتگوها را به شکست روبرو کرده است. پاکستان هرچند تعهد کرده بود که مقامهای طالبان را به میز مذاکره می‌کشاند، اما ظاهرا نتوانست به این تعهدش عمل کند. حالا نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان از راحیل شریف خواسته است از نفوذش بر طالبان استفاده کرده و آنان را به میز مذاکره بکشاند. امنیت پاکستان و منطقه وابستگی شدید به امنیت و ثبات در افغانستان دارد. لذا پاکستان هرچه در توان دارد باید برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره در کار بگیرد. همه از نفوذ پاکستان بر طالبان می دانند. پاکستان باید از نفوذ خود در نهادی نشدن صلح و ثبات در افغانستان استفاده کند. مقام های امنیتی و دفاعی افغانستان به شمول رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی بارها گفتند که جنگجویان ده ها کشور به شمول چین، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه در افغانستان می جنگند. اخیرا فرمانده نیروهای حمایت قاطع در افغانستان نیز گفته است که احتمالاً 3 الی 6 هزار جنگجوی داعش در افغانستان فعالیت دارند. حالا اجدارها از شکست گفتگوهای صلح همزمان شده با اعلام عملیات بهاری طالبان، عملیاتی که دولت افغانستان آن را بر ضد مردم گفته است. اما نظامیان افغانستان در سال روان طالبان را سرکوب. خبر بود دوستان عزیز که آنچه عرض کردیم، تشویش چین و ای که دست امریکا و دامن پاکستان برای صلح و مذاکرات او شنیده شد و جانب خبر اختلاس و دوزادوزی و 93 بیلیون دلار قلمداد شده توسط
ریاست مبارزه علیه فساد که در بیرون چکر میزنه و حرفا رو اونا گفتن. خبر بعدی بود که البته بالای از او همه تبصره کردم، صرف میخوایم باعث یک دستاویز بگویم یا ای که خود شبکه های افغانستان او را میرسانه عرض بداریم. فرزاد جان، آقا فرزاد، امو خبر دوم آقا بیاریم. خبر دوم هم البته نهازشان را بر ضد طالبان در مناطق مختلف کشور آغاز کردند. اکنون طالبان عملیات بهاریشان را زیر نام عملیات عمری که پیوند به نام ملا عمر بنیانگذار این گروه دارد آغاز کردند. حکومت افغانستان عملیات بهاری طالبان را جنگ بر علیه مردم افغانستان میداند و تاکید دارد که عملیات آنها تازگی ندارد. ابتکار عمل در صحنه نظامی به دست نیروهای امنیتی میباشد. عملیات بهاری طالبان جز به منظور ایجاد فضای وحشت چیز تازه ای نیست. عملیات شفق توسط نیروهای امنیتی آغاز شده و در چندین نقطه ابتکار به دست نیروهای امنیتی می باشد. طالبان تاکید کردند که مقام های دولتی را در حمله های انتحاری و هجومی آماج قرار می دهند و تصرف مناطق نیز یکی از اهداف عملیات بهاریشان است. وزارت داخله اما می گوید که طالبان در سال روان به گونه بی پیشینه نابود خواهند شد و طالبان بدانند که در برابر 30 میلیون افغان قرار دارند و هیچ وقت با هر نوع حمایتی که در بیرون از افغانستان اینا برخوردار باشد بعد افشان نمیرسد. هم اکنون 18 عملیات ارتش ملی بر ضد طالبان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. عملیات هایی که منجر به پاکسازی طالبان شده است. این عملیات ها در ولایت های هلمند، بدخشان، کندوز، فاریاب، هلمند، زابل، اروزگان، قندهار، ننگرهار، کنر، نورستان و غزنی جریان دارد. هر کسی که با جنگ ادامه بیتن این طور اعلانات بکنن او دشمن افغانستان است، اونا افغانستان خراب میکنن، جنگ ادامه میتن، قوای مسلح افغانستان کاملا توانه زیره دارن که اونا را سرکوب کنن، از بین ببرن، مثل پارسال، مثل پرارسال. طالبان عملیات بهاریشان را در حال راه‌اندازی کردند که تلاش‌های صلح با این گروه به علت همکاری نکردن صادقانه پاکستان بی‌نتیجه مانده است. شورای عالی مبارزه با فساد اداری باید و پرونده های صدها البته این خبر هم جالب بود دوستان عزیز، با مو خبر قبلی پیوان داشت که البته عرض کردیم بالای مطب سرام کردم که آقای دولت وزیری بیان داشت که مثل سالهای قبلی ما طالبان را سرکوب میکنیم و محو میسازیم و آقای صدیقی صدیقی اگر آقای یک جوانک است هر وقت ظاهر میشم تو کدگی خوابش پوره و آرام به خیلیم دمی چورو چپاول هم جیبش پر شده و آدم هم تو بی جلو میانیسه جلوی کمره ها ظاهر میشه چیزای تو فرمالیتی با یک حساب اوایی گپ میزنه و هم گفت که طالبان در برابر 30 میلیون آدم افغانستان قرار داره. همین شما هم در برابر 30 میلیون آدم افغانستان قرار دارین. 250,000 آدم شما فرار کرد از دست شما. همین فضولای سیاست، همین روسپی های سیاست، دوزایی که یک کشور را گرفتین با یک گروگان مردم بدبخت ساختین و حکومت فاسد حاکم ساختین و اردو را سوق دادین ضد طالب و از همین حکومت اردوی افغانستان حراست میکنه. هیچ دفاع از مردم افغانستان در اینجا موجود نیست. شما مردم افغانستان را تالا و والا به یک حساب ساختین، بسیار حالت بدی را و کنفرما ساختین، یک حکومتدار خوب شما نبودین، مقرری هایتان تا حالی معلوم نیست. هر کدامتان رمی دکتر عبدالله یک آدم غیر قانونی، همی چوکی غیر قانونی است و او آدم بالای خود رئیس جمهور فعلی افغانستان بایسی نماینده افغانستان بایسی رئیس جمهور، او آدم هم میگه آدم متقلب است، تقلب کرده علنا، همی کمیسیون به کفایت بود، تقلب صورت گرفته، باید کمیسیون اثر درست شود. وقتی یکی بی کفایت و غیر قانونی و دیگه هم یک شخص متقلب به اساس تقلبی ریاست پایه های ریاست جمهوری و یک کرسی ریاست اجرایوی و حال فعلا که در قراردادی که اینا تحریر داشتن بعد از 2 سال احضار لوی جرگه و تعدیل در قانون اساسی و
گل بابونان که زور آقای جانکیری آمده داخل ارگ باعث رئیس جمهور دومی او باید صدر اعظم می شد. امور هم آمدن گوشمالی دادن سه بارام شدن گفتن نه شما قرارداد یا پیمان ما و اشرف غنی را درست البته نخواندین خنده میکنه رقم او تو کدی گی میگرده و فیشن کدی یاد رو پودر و سه و غم خود هستن. این بسیار جالب است یه حرفایی را که اینا میزنن هم خنده آور است هم دلخراش ملال آور. دوستان عزیز خبر بعدی از او خبر اختلاس دوزادوزی و فساد اداری را بیان میدارم. متصل دو خبر بسیار جالب است که بخش بیامنیتی ها و نمیدانم پایمال شدن یا از بین بردن طالب و پاکاری طالب. اول خودم بپرسه بابا خو همی کثافت شما هم خو باید پاک شو. این وطن از طالب پاک میکنین و محلات پاکاری میدارین و که گویا اونجا کثیف مردم استاد هستن و شما پاک میکنین و همو برس در دست شماست. خو همی شما هم باید پاکاری شوین. همی حکومت که تا خرخره کثیف است فاسد هست سیره خون باید یک نفری باید باشه که میرم یک سپری کنه همی حشرات بکشه سه جایی که میکروب است همی حکومت قرار داره. توجه بداری. مبارزه با فساد اداری یکی از کلانترین چالش ها در برابر حکومت وحدت ملی پنداشته می شود. پیروزی حکومت در برابر این پدیده و یا هم ناکامیش تأثیر فوق‌العاده بر اعتبار و جایگاه رهبران حکومت نزد مردم و جهانیان دارد. حالا پیش از نشست‌های وارسا و بروکسل که حکومت باید از کارکردهایش به جهانیان حساب بدهد، رئیس جمهور غنی شورای عالی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرده است. اما خواست‌های این هستند که حکومت وحدت ملی باید در عمل مبارزه‌اش را با فساد اداری ثابت سازد. یکی از اولویت‌های بسیار جدی که در پیش روی شورا قرار داره چگونگی برخورد به اختلاس‌های میلیارد دلاری است. مثلا 93 بیلیون دلار افغانستان که توسط پاناما پیپر تشریح شده، پول‌های افغانستان که در بیرون از افغانستان چکر می‌زنند و از افغانستان کشیده شده و در افغانستان شستشو شده، اینا بحث‌های بسیار کلان است. یکی از اون جمله هم با مسئله کابل بانک یا مشکل کابل بانک. دوسیه‌های زیادی هست که منتها مردم افغانستان انتظار دارن که یک تعداد دوسیه‌های بسیار کلانی که مثل دوسیه شهرکی هوشمند است، مثل دوسیه وزارت انکشاف شهری، رئیس‌های وزارت انکشاف شهری در اختلاس و فساد اداری که در شهرک سازی ها رخ داده میتونه باشه. شهروندان کشور هم خواست مشابهی دارند. نه دا غخته نه دا چه بیل دینا چه دی پخلا خبری وی او یا خالکو تا چه غار ویر کی عملی کار باید وکی او پساد لمن زیوسی حکومت صدا غخته نمش لرش دا پساد ختم که خلق ری پیدا که پا دا خلق شبوی که دیا ایلکی دا پساد ختم که ویت سکریت های دیاد از مجدوی میشت کیش. همزمان با این انتقاد که نسبت به ترکیب این شورا وجود دارد این است که در آن همه مقام های دولتی حضور دارند و نماینده از نهادهای مستقل و جامعه مدنی در آن به چشم نمی خورد. این مکانیزم مبارزه علیه فساد درست نیست. برای مبارزه علیه فساد شما نهادهای مستقل نیاز دارین که در بیرون از حکومت باشه و حمایت حکومت برای مبارزه علیه فساد داشته باشه. در سالهای پسین چندین نهاد برای مبارزه با فساد اداری ساخته شدند. اما نه تنها که میزان فساد اداری کاهش نیافته، بل افغانستان جایگاهش را در صدر کشورهای فاسد جهان مستحکم‌تر ساخته است. مبارزه با فساد اداری یکی از شعارهای رهبران حکومت وحدت ملی نیز بود. اما بسیاری ها باور دارند که حکومت وحدت ملی تا هنوز در این زمینه موفق نبوده است. حال باید دید که شورای عالی مبارزه با فساد اداری که زیر نظر رئیس جمهور و با حضور بلندپایه‌ترین مقام‌های دولتی کار می‌کند تا چه حد می‌تواند این زخم ناسور را از پیکر افغان‌ها کمتر سازد. دوستان عزیزی هم البته اخبار واصله از افغانستان توسط کانال خود از اینا البته دیده شد و شنیده شد و بیانات مردم انعکاسی از او را شما شنیدین. هم جنگ، بیامنیتی ها و آشوب و هم خود دستگاه در مجموع که پاناما پیپر البته او را واضح ساخته که 93 بیلیون دلار افغانستان از افغانستان فرار کرده کشیده شده. این پول اگر در افغانستان مصرف می شد یعنی شما باور کنین همی 30 بیلیون آدم افغانستان
یعنی هر کدامی از اینا کار پیدا میکرد، فرحت به کشور میامد، اما انفرسترکچر یا تهداب به خود اقتصاد استوار میشد، از تولیدات خود ما استفاده میکردیم. و حکومت پیهم بعد از دهه و نیم دهه بگویم، حکومت جبری، غیر مردمی، اجنبی، چی میگه، دست نشانده دیگه کسا روی کار آمدن، واسه هر چیز که دلشان میخواست میکنن، کسی نیست که اونا رو دستشان بگیره و یا به یک حساب به دادگاه کشانیده شوه، یک سارق، یک دوز، یک غارتگر در این حکومت اسلامی که هیچ بازخواست قطعا نیست. این در حقیقت دست هر کدام از اینا باید بریده شود، چون دزدیدن و آگاهانه دزدیدن، در جلوی همه دزدیدن، دوسیه های از اونا موجود است، شهادت در چی میگه مشهود هست. از این چی بیشتر شما میخواییم؟ مؤسسات بین المللی چون پاناما پیپر و دیگه مؤسسات خود در درون افغانستان، امیر یک اداره که به نام ریاست مبارزه علیه فساد که او را ما یکان بار انتقاد میکردم که خود از او ریاست فساد بیشتر میسازد، چون دوسیه تولید میکنه. مگر کی است که بشنوه، کی است که عمل کنه؟ سر بله، سلام علیکم. سر آقای خطاب، سلام علیکم. سلام به همه هموطنان عزیز. احمد چا هستم؟ احمد چا نیستی؟ تو احمد چا نیستی؟ تو احمد چا نیستی؟ نام اصلی تا بینجا بگو، باز ما میپذیرم. بله، سلام علیکم. سر بله، سلام علیکم. سر بله، سلام علیکم. سر بفرمایید. سلام علیکم محترم خطاب صاحب، من قدرتی هستم، شما را از فرمان. آه قدرتی صاحب، خوش آمدین، بسیار خوش هستم. محترم خطاب صاحب، من امیر مصاحبه اوباما را یک روز پیشتر بله در تلویزیون دیدم، در بی بی سی هم پخش شد. اوباما گفت در دوره ریاست جمهوریش بزرگترین چیزی را که داشته، این یک مره اشتباهی را که داشته، در قبال لیبیا بوده، که بعد از این که قذافی، وقتی که از بین میبرن قذافی را، بعد از این اینا پلان نکردن که کی را بیارن و بعد از او دوباره جایش القاعده و گروپ های آدم کش گرفته. ولی در قبال افغانستان و در قبال عراق هیچ نوع صحبتی هم نکردن و هیچ کدام تذکر هم ندادن. جالبش ایست که بعد از هر تحولی که آمده در کشورها و در پشتیبانیش و پشتیبانی کشور امریکا بوده، با تأسف سقوط داده صدام حسین حکومتش و بعد از اینکه حکومت افغانستان سقوط میکنه و بعد از اینکه لیبیا سقوط میکنه، تمام از این فعلا همیسته کشور در سراسر جهان معلوم است که چی حالت داره. نام از دموکراسی گرفته میشه ولی با تأسف وزیر خارجه یک کشوری که به نام دموکراسی و مرکز دموکراسی به جهان میخواه پخش کنه، نه در کشور آزاد، یک در کشوری که ظاهرا آزاد است، میایه و میگه که شما بعد از این دوباره دوام میتین حکومت تانه، یعنی به نام حکومت وحدت ملی در افغانستان حکم خود صادر میکنه و شخصی که هیچ از نگاه قانونی حق از اون کرسی رو نداره و این کرسی در نگاه تشکیلاتی و از نگاه قانون اساسی افغانستان هیچ جایگاه خود نداره، هیچ جایگاه نداره، حکومت وحدت ملی ره پس دوباره تمدید میکنه خودش، بدون از اینکه امنیت به طبق قانون اساسی افغانستان، بدون از اینکه مردم افغانستان هم در نظر بگیره، حکم میکنه و میگه شما تا 3 سال دیگه هم میتونین دوام بدین. بله، ما نمیفهمم که این تعبیر آدم چی رقم به ما، این رقم چی رقم تعبیر کنیم، میده چی بگویم که افغانستان چی است؟ افغانستان یک کشور آزاد است، افغانستان پارلمان داره، افغانستان خود حکومت داره، نه ایران به صراحت ما میگیم که ما هیچ چیز نداریم، با تأسف ما هیچ چیز نداریم. رئیس اجرایی چی ما نامیده؟
یک آدمی که هیچ نوع خیرش به مردم نرسیده غیر شرش. اینی میخواستن فساد اداری رو شما پیشتر تذکر دادین که 93 بیلیون دلار آیف و مایل کنم خینومی در جیبی همی کسایی که من دفر حکومت هستنم اینا همه تو را تمام پیسه را که امیال شما ارقامش را دارین همی کسایی که من امیال هر کدام را در راست یک چوکیستن. متاسفانه و بدبختانه ما رنج میبریم، همه مردم افغانستان میبره. یگانه مرجعی که ما میتونیم راستی آواز خود پخش کنیم از این صدای سخن اوریان شماست و شما ما تشکر واقعا تشکر میکنیم و کلی مردم تشکر میکنه که حداقل در این جا یک کس یک جای وجود داره که ما آواز خودم بکشیم. ما امیدوار هستم این کسایی که بسیار زیاد در اینترنت میرن از اینترنت کنه بیان دمی سخن اوریان از طریق تلفن صحبت خودت بکنن که تمام مردم بشنوه. در اینترنت بسیاری مردم ها شاید وقت نداشته باشن که ببینن، ولی در تلویزیون همه مردم علاقمند است و میبینن و این صدای تمام مردم است و تمام مردم میشنوه. بهترش ایست که آدم از این طریق صحبت کنم. فقط من خواستم که این نظر بدم. از شما تشکر میکنم که به ما وقت دادید. بسیار زیاد تشکر. خدا بسیار مقبول صحبت کردین، شمرده با آوازی رسا با جرأت صحبت شما بیان شد. ما هم لذت بردم، بسیار زیاد تشکر. و ما خواهش ما از افغان همی است که امیر داریم و یک شبکه بین المللی در اختیار شماست. اگر در اینترنت هم میرم اونجا هم برند، یک نوشته خود هم بکنند، یک تحریری خود دارن، بیان در امی تلویزیون خود هم یک بیان خود بدارن برای مردم افغانستان. دیگر خود کدام وسیله شما ندارین، تلوار ورداشتن نمیتونین، جنگ خوب نیست، خونریزی هم حرام است، او را هیچ انتخاب نکنید. مگر آیا جز جنگ مصالحانه دیگر جنگ ها هم این جهان امروز با کارتوس فتح نمیشه، با مغز با منطق. حتی در این امریکا یک وقت در رند کورپوریشن یک کورپوریشن داشتن که اونجا جنگ های جهان اینا چطور جنگ کنن، چطور اسلحه بفرستن و همین مهمات اختراعات نظامی را در اونجا هر کسی یک اختراعی میکرد برای تخریب، یک بمی را اختراع میکرد، یک طریقی را، یک تلسکوپی را در نظام عسکری امریکا زو استفاده میشد و میلیون ها دلار به مختری از اومی دادن به نام رند کورپوریشن که دو امی خلیلزاد هم یکی از مامورین مستخدمین از اونا بودن. حالی فعلا هم او را با کلی لغو کردن، میگه ایره تینک تینک بسازین، یعنی یک مرکز، یک ذخیره افکار بسازیم که فکران ما چطور بتانیم دنیا را تسخیر کنیم، برای منافع خود چطور راه ها و طرقی را استفاده کنیم که کارتوس فیر نشه مگر یک ملت ما این تسخیر کرده باشیم. مغز انسان است که امروز کار میکنه و ما متاسفانه از این مغز خود بیشتر کم استفاده میکنیم. یک رایش هم همی است که شما روشنگری کنین، مردم را بفهمانین. اگر در هر پروگرام شما 100 نفر هم روشن بسازین از این میلیون ها آدم، شما یک کاری نیکی کردین. و همین طریق است، در خانه پخش میشد، تصویر است، صدا است، مردم میشنوه. بهترین وسیله و این تلویزیون هم با چنگ و دندان با بسیار بدبختی ها ما ایره نگه داشتیم، آزاد، دست ناخورده، باکره گفته بعضی ها. هر چیزی که شما میخواین همین تختی خیز شما مردم افغانستان را نگه داشتیم پاک سوتره. هیچ حایلی در اینجا نیست، هیچ ترس و حراسی نیست، دان پراو برای کسی نیستیم. بگوین اگر دارین در جاغورتان، اگر اورم ندارین، حرف هم ندارین، صحبت هم ندارین، قرار یفتادین تنبلای شعباس واری سد که کس نان دانتان بتا مثل کتلی 30 میلیون دلار نفری که در افغانستان افتادن، مثل هر چپ راست مالشان دوزی میشه. همین 93 میلیون دلار خوب پول مردم افغانستان است. بس که بوری خانه یک نفر شما بدوزید، در حقیقت همه طور است. پول گدایی مربوط، پول تکدی مربوط ملت افغانستان و دوزهای مشهود و همینطور چی میگه واضح آفتابی دوسیه در میان دوز با پشتاره، هر کدامشان گرفته شدن. کس نیست که اونا رو بگویه که چرا بیایی پولای مردم هست اینا رو بیارین یا اونا رو در زندان بیاندازن، جایی که اونا تعجیز شوند به زندان برن، بازداشت شوند
وزیر میشن، رئیس میشن، معاون میشن. سید بله، سلام علیکم. سلام علیکم ورحمت الله و برکاته. علیکم سلام، مهربانی وکړو. قربان دي شما د خبرې رجا شما د میا په ملت کې اسران قسم دک کلیوی یو وخت حکمت یو سوي امریکا وکولای شي فقط زم دی امریکا ته یو بیان یو ورکم او دا دیت چیلنج ورکوم چې نو زه هیڅ نه غواړم فقط د مو بیانیت د ملت دی غوا غونیسی نو وسم دا ته خبر ده په مشکل روشن فکر نشته نن دا ته د برنامه نه کریستیا هم څوک د افغانستان و ملی سرمایه یعنی علمی سرمایه ولیری نن د افغانستان دا د سکو چې دا دی ته په نومه چې د عمر خطاب تلویزیون دی په ولو قسم دی د هر عالم نه د هر مفسر نن دی دیگه دست گانه که ولیشی ملت یعنی دی خبر دی نگانه لکه خدای پاک چوی ایوی والذین استمعون القول فیتبعون احسن اولایکه هداهم الله لیکن بدبختانه چی دی مگه که عالم دیم پکت خرد شوی دید دی خپل مزد فرد دالر تا انتظار دی کنه اتاد برنامه نا پا خدای کسان دی دی دیگه خبیس رجیم دی چپکوال دی پاره که مو کلی در لو دلی نن دی دیگه بیانیو د خبر پوسته مو تاسو د حکومت ته انفجار وکولای شوی لیکن بدبختانه چې موږ کې کلا نشته ما پکات یو ته خدای پاک دې تاسو ته نور موږ کې کلا وای دې تاسو دې ټول په مخ خلاص دی ډیر مننه ډیر مننه ما موږ په دې نه یو ورور چې لار شو په چا هم لو کو دي چا بل حق خو زه څوک وادار کوم نه څوک نه تشویق کوم مګر دا تشویق کوم چې خپل حق خو دفاع وکړي داغه پروگرام د دې لپاره نه چې لار سي حمله وکړي یا حمله د انتحاري وکړي یا خلک وزوروي یا یو تعرضي جبهه جوړ کړو یا چالو لرو خلکو ته هغه ولرو وردا حق راکړي چې د خپل حق خو دفاع وکړو یا لږ زر چیغې خو وکړو یا خانه خود خو پاره کنیم فریاد خود خو بلند کنیم همین مردمی که افتاده و در زیر پاشنی این و آن و سنگ زیرین آسیا شده صدای از او را خواهد اقل همون مردم خو بلند کنیم از احوال از اونا خبر داریم ما مردم ما صرف برای مدافع حق مردم اینجا صحبت میکنیم برای کدام چال، وال، دوزادوزی، تشویخ مردم که برین خزانه دولت بزنین برین چور کنین، برای چپاول کنین برین با اونا هوشدار ما همی است که حقتان تلف شده و شما بسیار به حالت زار زندگی میکنین آزادی کار دارین، پول کار دارین، اعمار اقتصاد کار دارین یک کشور جنگ زده است از صفر همه چیزتان شروع شود تا که دست شما و دامان دیگه مردم متکی هستین به دگاه و این رو برای فرحت و آرامی مردم افغانستان حرفا رو میزنین به هیچ وقت از زبانی ما نبر آمده که شما برین مردم یک حتی بینی یک مامور دولت شما خون کنین ما طرفدار هیچ خونریزی نیستم مگر مغز افغان روز به روز پیچاش تو داده میره که اشغال بپذیره بدبختی را بپذیره همین حاکمیت دوزار را بپذیره اونم را ما میخواییم که پس دور بدیم مردم را هشدار بدیم مردم را خبر بسازیم و آگاه بسازیم در میرا این می کارم هست اینجا اگه ایرانی است بنام آقای ستوده است تلویزیون پیام افغان ساعتهای ما را خریده اونا شب و روز همی هشداری از همی همیست که کارگر بگوی که حقتان تلف نشوه در ایران هستی در هر کشوری از جهان شما از حق خود او کارگر مظلوم دفاع کنید و ما هم همیره میگیم که او مردم مظلوم افغانستان از حقتان دفاع کنید حقتان خورده میشه حکومت والا شما جبر میکنه دوزادوزی سالانا منابع بین المللی نهادهای جهانی شهادت میده که پولتان دوزی شده مالتان برده شده از حق شما امروز یک نفر یک بچگه که نوبالغ گفته میتونه صاحب یک پسرک میاد وزارت داخله آقای صدیقی صدیقی ظاهر میشه صاحب اونم یک پف میکنه گفته بازی و میره باز گم میشه و فرحت زندگی خود و بلایش که در کدام جبهه کی میمیره او آدم میگه که طالبان زده 30 میلیون آدم افغانستان استاده همین شما زده چند نفره شما اینه برای فرحتی 30 میلیون آدم کار میکنه اینجاست که کمی که خب مغز آخو به کار بیاندازیم متنی صحبتی از اینا را دوستان عزیز برای وقفه اعلانات میریم باز دوباره برمیگردیم لطفا لاینایتان نگه دارین که باز نوبت شما مراعات شود مکسر ووسی
آیا کمردرد زندگی شما را فلج ساخته؟ درمان اینجاست. کمربند مغناطیسی تهیه شده از بهترین مواد و کیفیتی بی‌نظیر. تأثیر مگنت بر سلامتی انسان و التیام درد مطلب تازه‌ای نیست. امروز دانشمندان می‌دانند که بسیاری از دردها فقط با مگنت یا میدان مغناطیسی التیام می‌یابد. کمربند مغناطیسی با کیفیتی بی‌نظیر کمردرد را از وجود شما دور می‌کند. همین الان با شماره تلفن 818-884-7018 تماس بگیرید. کمربند مغناطیسی باعث التیام دردهای کمر، تسریع و تسهیل گردش خون در ناحیه پشت، اکسیژن رسانی به عضلات و استخوان‌های پشت و کمر می باشد. فقط ممتاز نظریان باشه. سر دی سر خانم و عزت مهمانم و برنج ممتاز بود باشه نوشه جانم برنج ممتاز به غذای مایه برنج ممتاز به مثل طلایه برنج ممتاز به غذای مایه برنج ممتاز به مثل طلایه برنج ممتاز نظریان چه لذیذه به نزد جمله خانواده ها عزیزه برنج ممتاز به به شور و نواره برنج ممتاز به به انیس مایه برنج ممتاز نظریان چه لذیذه آشپز هم عزیزه آشپز هم عزیزه بازار ممتاز نظریان انواع خوراک کباب ایرانی و افغانی و انواع میوه‌جات خشک افغانی در شهر آمبور آدرس ونسپیکر شوسه 98 نمبر تلفون 040-29-88-49-33 و 0176-82-080-96-5 خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قلب ساوت هال شهر لندن است با سابقه 18 ساله از شما پذیرایی میکنه. بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر نوع محفل خوشی فش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و عنقریب شما شاهد نمایشات تئاتری و موسیقی در این سالون نیز خواهید بود. آدرس سالون عروسی کابل ساوت هال شهر لندن نمبر تلفن 0285-74-30-18 و 075-35-25-27-96. زیری کندهار حبیب تورچی نوی پا اورین پساج که پا دند شروع کرده یو افغانی مارکیت دی چی تر یو چتر لاندی دا میوه چی میوه چی عبارت دی لکنده هریش چندخانی کشمش او انزورو دا بدخشان دیره دا غزنی او هرات کشمش پکتیایی جلغوزه او نور دول دول دا شک کیفیت در لدون که افغانی و چی میوه او اندی مساله جا توب چی استاسو دا لاسرسی لپاره چمتو دی همدارنگ ده حبیب نوروزی او هرزو حبیب پنامه دیر خوندوری او ده شخوند او زایکی ور ویجی دلت پا امده او پرچون دول لکندهار حبیب طور چخه ده میرمن فرخوندی حبیب مدیریت ترلاسه کولی سی بحار پولا چیا قربان کرم داخل کلی با پتا سگران کرم با
استفاده از کارت های اورتل موبایل می توانید با قیمت های مناسب در بسیاری از کشورها تماس برقرار کنید. به طور مثال به افغانستان دقیقه 12 سنت. با سیم کارت اورتل موبایل می توانید اضافه بر تلفن با قیمت مناسب از 1 الی 5 گیگابایت اینترنت دستیاب شوید. همچنان می توانید کارت های اورتل موبایل را از استیشن های تیل و سایر فروشگاه ها به دست دارید. اورتل موبایل وسیله ای برای مفاهمه به زبان های خود شما. شرکت عمده و پرچون فروشی ابراهیم نظام، بیل شتراسه 197 شهر آمبور. وارد کننده بهترین برنج های بسمتی و سیله تولید این به نام های منچو، نظام، چتنی، هنا، خالد، سلا، با کیفیت اعلی، معطر، با دانه های بلند، مطابق سلیقه آشپزخانه های افغانی و ایرانی در خدمت شماست. همچنان شرکت IPN بهترین مصالحات ایندی را از کمپانی TRS لندن مستقیما وارد نموده و در دست شما مشتریان عزیز قرار می دهد. علاوه بر آن شای سبز اعلی نظام را از این شرکت به دست آورید. شما در بدل خرید هر بوجی برنج دو قوطی مساله را طور رایگان به دست می آورید. شرکت IPN عمده و پرچین فروشی ابراهیم نظام در بیل شتراسه 197 شهر هامبورگ در خدمت شماست. موبل پلازا، مغازه موبل فروشی مدرن، بهترین کاوچ ها، میزهای زیبای تلویزیون و سالن، میزها و چوکی‌های مدرن طعام‌خوری را با قیمت‌های ارزان تقدیم می‌دهد. همچنان بهترین مبل ایتالیایی، اتاق خواب بزرگسالان، مبل مکمل اتاق خواب کودکان، اضافه از 200 نوشید های ظریف کریستال، میز و چوکی با پوش ها برای رستوران ها و سالن های کلتوری را با بهترین کوالیتی تقدیم شما می کنند و سایر اشیای مورد ضرورت منازل خیش را از مغازه مدرن موبل فروشی پلازا با قیمت های کاملا اقتصادی تهیه داریم. آدرس موبل پلازا، همبرگر اشتراسه شماره 167 شهر هامبورگ، جرمنی. بار دیگر شرکت نیکو محصولات جدید خود را به شما ارائه می دهد. شکرپنیر و نبات زعفرانی نیکو و عسل نیکو در 4 نوع مختلف. از مهمونانتون با شکرپنیر و نبات زعفرانی نیکو پذیرایی بکنید که همون عطر و طعم زعفران ایرانو داره. چای خوش عطر و طعم ایرانی را فقط با شکرپنیر و نبات زعفرانی نیکو کامل کنید، در اندازه و بسته‌بندی های مختلف. عسل 100% طبیعی نیکو در 4 نوع مختلف: اورنج هانی، آووکادو هانی، وایلد فلاور هانی و عسل خالص با موم نیکو، تهیه شده در کالیفرنیا. بر هر چه مارک نیکوست همتا ندارد.
ګران دوستان سلامونه او احترامونه بیا هم استاد خدمت کیو دا پروگرام جریان لري غواړم تاسو نظریات واورم بله سلام علیکم سلام آقای خطاب صاحب سلام علیکم دا رحمانی صاحب و علیکم سلام خوش آمدید رحمانی سلام خیشا به شما و تمام وطنداران افغان تقدیم می‌کنم و علیکم سلام خوب بیداد کنید جوره بیداد کنید عمر جوانان کوتا بزرگان وطن بار خدا داد کنید امت کنید به اندازه توان در سرنگون وطن فروشان دست به عمل شوید دایت برزایت والامومی وزیر خارج امریکا و وزارت ملی به میان آمد اشرف غنی عبدالله عبدالله تمام امور ملکی نظامی عدلی و رسیل جنرال را تغذر گرفتن مسابقانه بین خیش تقسیم نمودن و دار و دسته خیش را به مقامات زیزوا تعیین نمودن فساد داری، قاچاق بری به اوج خود و بمیدن و بمیدن نمیدن لرئیسه جلوگری از فساد شد اشتب غریب میگوید لرئیسه جلوگری از فساد بجه مانجی ماندم و لرئیسه حکومت داری خوب به نتیجه به دست نیامد با وجود این همه دونصفتی ریاست تدارکاتی که قراردادهای چند صد میلیون دلاری به ما صورت میگیرد و شخص اشتب غریب تالا گرفت که از جمعه قرارداد یکی قرارداد را به برادرزاده خیل داد و دیگر قرارداد را به مهر خیل و اشخاص مورد نظر میگیرد ریاست اداره حمایت از سرمایه گذاری به عبدالله عبدالله رسید که جواز فعالیت را به سرمایه داران داده عایدت پول انگفت دلاری به دست میآید بعد از سپری شدن چند ماه در تلویزیون آریانا خبر پخش شد که قرار امریه ریاست جمهوری ریاست اداری حمایت سرمایه گذاری لغو و رئیس پیشین آن سرمایه به وزیر بدل شد قربان اخجو رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری میگوید این تصمیم آقای اشرف غنی عاجل بوده و موضوع اختلاف سیاسی میباشد و برای من از طرف آقای اشرف غنی اجازه داده نشد که در مجلس نظر کنم اما باید گفت که لغو اداره حمایت سرمایه گذاری با یک بحران بزرگ اقتصادی مواجه خواهد شد آقای عفیزی اقتصاددان اظهار می‌دارد بازار آزاد رول مهم را بازی می‌کند که لغو اداره حمایت سرمایه گذاری خطر دارد و تعداد تجاران لغو اداره حمایت سرمایه گذاری را به ضرر و فرار سرمایه می‌دارد وطنداران عزیز دائم با قطع کردیم صاحب به هر حال صاحب کفایت کرد بله سلام علیکم صاحب الو بله سلام من تقدیم میکنم به حضورتان خوش آمدین صاحب جناب خطاب صاحب من بخشتان بگویم تا این مکتب است و این ملا آل تفلان خراب میبینم بله جناب محترم با مسئولیت بخشتان شما میگم با از قلب به شما مگرد میزم اگر در وطن ما یک دولت ملی و دموکراتیک و مردمی و باید دار وجود می داشت نه پاکستان نه هیچ کشور دیگر توان و جرأتی را نمی داشت که جوان افغان جوان معصوم پاک افغان تربیت کنه و او را مسلح سازه به ضد دولت روان کنه و بدبختی دهیست که ما یک دولت صحیح نداریم نقص ما دهیست ما هر گفه که بزنیم ما دولت نداریم باید دولت از بین بره یک دولت ملی که از بین مردم خیسته باشه از مردم قابل قبول مردم باشه قبول همه عقیده ها و همه چیز باشه اگه باشه نه طالب میایم کادم کش باشه و جانی باشه و نه کس دیگه میایم نه افغانستان خراب میشه اما طالب هم کمی جوان می افغان است کدام کس دیگه نیست اما در افغانستان یک دولت سی ما نداریم دولت ملی نداریم والا یکانه رایی که به این کار است این نمیست که تمام این مردم افغانستان تمام اقوام افغانستان برایش یک ملت واحد دست به دست هم بتن و این شیادار از بین ببرن و افغانستان را بشه این نمیست رای حل و مشکل افغانستان به هیچ رایی ما نداریم وقتا میفرمایم شما از توانایی و دیراسا و میخواییم بسیار تشکر وقتا فرمودین یقینا مایه فساد هم اینجاست اگر یک حکومت سالم باشه در زیر چتر حکومت مردمی و حق و عدالت همه چیز درست میشه یعنی انسان خود فرشته شده نمیتونه هر حکومتی از جهان از خود کمی و کاستی داره
افغانستان هم از جمله کشورهای جهان سوم است. اینا میگن که زیادترین فساد در کشورهای غریب از پول خود اینا خودشان دوزی میکنن، فعالیت کم است، می خود انگیزه های از اینا بیشتر به تخریب معطوف است نسبت به اعمار. یک روز بسیار جالب بود، یک شخصی از ساوت افریقا یک کشور بود، با هم نشستیم و در آغاز فکر کردم که یک آدم بسیار عادی خود بود. وقتی یک کافی خوردیمون در یک کافی شاپ با هم معرفی شدیم، یک شخص در سیاهای افریقا بود، گفته بعضی ها که انسان آدم با پوست از او، با لباس از او بسیار بازی نخوره. قدر این آدم پر و دانشمند ما یافتم که همو فکر ما به کلی تغییر کرد در برابر این شخص. بازو گفت که من دو ماستری دارم و نمیدانم در فلانی چیز معلومات دارم این حرفا. باز رفتم متن سیاست و او گفت که کشور ما وقتی توسط انگلیس ها اشغال شده بود، پوهنتون های کشور ما هم کشور خود که فراموش کردیم کدام مملکت بود، میگه حتی انگلیس ها که میامدن در کشور ما کشور اشغال، در اینجا باید اثر اونا امتحان میدادن. کسایی که در انگلستان تعلیم کرده بودن طبیعی کشور ما، باید دوباره از اون ما امتحان میگرفتیم، امتحان سویه. حتی سویه پوهنتون های ما نسبت به پوهنتون های انگلستان میگه بالا بود. وقتی کشور ما آزاد شد، خودسری آمد، میگه فساد، کرپشن، بیبندوباری، این کشور میگه با هم خورد. امو سوی تعلیمی پایین رفت، رشوه و رشوه ستانی بیشتر شد، امو آزادی ما برای ما غم جان ما شد. امی کشورهای هندوستان، پاکستان، این کشورهای اینا رو وقتی شما میبینین که چرا قدر پیشرفت کرده و ما عقب ماندیم، به خود اشغال بعضی خوبی های را هم با خود حمل کردن، اینا را آباد کردن، اینا را تعلیم دادن، دانشمند شدن، فهمیده شدن، به یک جای رسیدن. ولی وقتی اونا ترک کردن و کشور را، حتی همه خود سیستم حکومتی را برشان یاد دادن. همه پاکستانی ها وقتی در سرنوشت ما بازی میکنن، در مسائل جهانی اینا دست دارن. امریکا را امروز رام خود ساخته، تابع خود ساخته، از مغزی همی مردم هست. امی ایرانی ها سب شما برین امی طبقه آخوند و ملای از اینا که ما از ملاها و از مولوی ها و طالب و دوگه گله داریم، شما برین امی ها به حد پر مردم هستن. امی طبقه آخوندی از اینا امی شیطنت سیاست جهانی همه تو خدا نگه داشتن، مخفی با امریکا، با اسرائیل، با همه دست دارن و در ظاهر ملت ایران اغفال کردن و فریب میتن و سی و چند سال است که بالای سرنوشت ایران اینا حاکم هستن. وقتی در سیاست داخل شدین سیبی مغزای عادی اونجا به درد نمیخوره سیب. در اونجا همون سترنج واره سیب که تا شور میخوری سیب اسبت هم خورده و پیاده تا هم دیگر. در همین خود عرصه سیاسی هم تباهر سیاسی، دانش سیاسی، فهم سیاسی، تنویر کار است. بعضی مردم بسیار منور مردم است، به کنه مسائل میرست. من بعضی مردم معمولا من در تلفن با مردم بیشتر صحبت میدارم. بعضی آدم ها تلفن میکنن صاحب آنچه ما با میلیون ها بار بالای صحبت کردیم، اونم کلاور اثر برای من میگه و میدانم، میگه برنامه تا میبینم. مگر بعضی ها هستن صاحب بعضی چیزای نو نو برای من میگه که من تو خوش میگه که مرا گوش بتون. یا وقتی ما برشان یک چیزی میگم و زود میگه که ما فهمیدم و واقعیت و اینا را، یعنی با هم زود تفهیم کرده میتونیم. او را میبینم که این استعداد ذاتی داره، به دانش و فهم و کتاب و چی میگه دکتری و پی اچ دی و اینام نمیشه. بعضی ها دکتر هستن مگر تنویر ندارن، منور نیستن، طبیعتا بسیار یک آدم دم هستم تو خین گفته ایرانیا خلاص. مگر بعضی مردم بسیار شارپ مایندید، تو مغز روشن داره، اونا بسیاری مسائل درک کرده میتونه. می آدم را برا میفهمه که کی از چطور از شخصیتی از رو برات بیان میکن. بله سلام علیکم. سلام علیکم اونده خطاب صاحب محترم دگروال استاد محمد انوار رسیدن شما را زحمت میتونه. خوب هستین دگروال صاحب؟ خیر خیریت، خوش آمدین صاحب. الحمدلله سلام به شما و تمام افغان های عزیز. و علیکم سلام. ما بارها میگفتیم که
افغانستان اشغال است، مگر یک تعداد عناصر وطن فروش دفع می کردن می گفتن که افغانستان اشغال نیست، چرا ای گفت می زنین؟ حال ثابت هم باید، اول هم ثابت بود، حال هم ثابت شد که افغانستان اشغال است، اشغال بود. به مسئله انتخابات یا خود جانتوری آمد، چوشک خدا دادان هر کلامش داد و حکومت چارسره را جور کرد. حال گفت ما سر از این مسئله است که ما برای شیخ الخبیث، شیخ الحدیث می، شیخ الخبیث سیاف میگم که این گفت از مبارزه میزنه، چیخ میزنه که طالبان جنایتکار است، ما به ضد طالب نشیزیم. این چرا بیادوی ماف؟ اگر ما یکم گفت زشت میگویم، بعضی کسا میگوید چرا یا زشت میگویم، زشت گفتن لایقی هر کسافتکار، هر خائن، هر وطن فروش، هر بیوجدان و هر وطن بیناموس است. باید بگویم که اولادشان به شروه، خودشان به شروه، بلازی که امروز افغانستان رو یاد آتش کشندن. اگر این شیخ الخبیث غیرت داره، وجدان داره، شرف داره، حال بخیزه به مقابل علمی کسی که چوشک بدان عبدالله و غنی داد و بدان سیاف می تا به زد یا بخیزن و مملکت را نجات بتن. از طرف دیگه بعضی دوستا میگویم که در افغانستان مردم بخیزن، مردم صدای خود کشیدن نمیتونن. من هر لحظه در جریان هستم، هر کسی که گد میزنه او را میگیرن، یا خودش یا فامیلش را زندانی میکنن، میگن تو یا دست نشانده طالب هستی یا خودت با طالب همکاری میکنی. این از داخل افغانستان کسی حرکت را انجام داده نمیتونه. این حرکت باید از اینی طریق شما و طریق مردمان با وجدان و با ناموس صورت بگیرد، کسایی که وطن دوست دارند. این گفتار بهترین چیز است و بهترین تبلیغ است. این که ما حال سر افراد و اشخاص گپ بزنیم، این افراد و اشخاص چهره‌های شناخته شده است، رویشان سیاست، حتی سرکرده از یا به حساب واقعیت بگویم حرامی سوانش پیش ماست که اگر خواسته باشن باز هم گفتم حتی سوانه حرامی بوده از یا رو خیر است. اینا خائن هستن، خائن بودن، وطن فروش هستن، وطن فروش بودن. امروز ملت ما را به خون کشاندن. امریکا دیناموسترین انسان روی زمین امریکا است که تمام جهان اسلام را در آتش انداختن و در افغانستان نسل کشی را شروع کرده و هدفش همیست که فقط مردمانی که به ضد امریکا میخیزن و وطن خدا دوست دارن اینا را به نام تروریست یاد میکنن. چرا در ایران تروریست یاد نمیکنن؟ چرا در یمن، در سوریه، در اوجا یاد نمیکنن که اونا مردم زبانهایشان را میبرن، به سرشان نخ میزنن و افغانهای ما را جبران روان میکنن به جنگ سوریه و عراق؟ این پلان خبیثانه امریکاست، گفتنی ها زیاد است. بله بله وطنداره ما نوبت برسد. بله بسیار. وقتی شما را نمیگیرم، صرف میگویم که دیگر باید کسی اگر وجدان داره، شرف داره، غیرت داره، عزت داره، ناموس داره، نگویه که چرا میگین افغانستان اشغال است. افغانستان اشغال بود، اشغال هست. ما استراتژی دوست ساله امریکا را از سال 42 تا حالا تعقیب کردم، پیش ما همه چیز ثابت است که پلان های دراز مدت امریکا بود و هست. بله بله بسیار. من نمیگیرم. فعلا خدا حافظ. خدا حافظتان صاحب. خب چند چیز است. اول خب اگر امیر بپذیریم که خب اشغال است، افغانستان در زیر سلطه دیگه قرار داره، مگر یک اشغال دیگی است که افغانستان اشغال کرده، بازو اشغال گرفته، ملت گرفته در یک اشغال، چند نفر قاتل افغانستان، دوز افغانستان، ای کسایی که جز خونریزی و تعداب ملت افغانستان دیگه هیچ گذشته ندارن، اونوا را حاکم ساخته. در حقیقت امروز افغانستان در دو اشغال قرار داره، اشغال عمومی کشورهای جهان و اشغال یک چند نفر دوز و دغل که اونا را حمایه میکنه و دمی اخیر تازه بادار از اینا آمد، حکومت از اینا را صحه گذاشت، گفت تا دور اخیرتان عقب قانون اساسی و یرفا نگردین و قرارداد چی میکنین کارتان کنین و ما شما را حمایه میداریم. وقتی اوتور بود عمل
جنگیری یک طرف استاد است در میان و دو طرف دو غلام خود القبا گوش که دکتر عبدالله است و اشرف غنی. دو وطن فروش، دو برده اجنبی ها استاد هستند، پالویشان علن هستند. اگر شما اشغال نمیگین دیگه نمیفهم. دو اشغال هست. افغانستان امروز هیچ رای گریز از نداره. آمده است اشغال کرد افغانستان با زور با نوکرا و چاکرای خود، گفته چرچل خاینترین بالای چی میگم و مردم های نادان حاکم بسازین کاریتان کنین. امون کار کردن میرن صاحب الان تجربهش در افغانستان. بله سلام علیکم. آجی صاحب محترم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. شما خوب؟ خیر و خیر و خیریت شد. آجی صاحب محترم، مسئله که برادر ما گفتن که مردم هایی که از داخل افغانستان نمیتونن بخیزن، امید به مردم خارج است. شما برای شما به جیانت همه چیز معلوم است که در خارج مردمایی که ما هستیم، ما همه ما از برای خدا چه قسم با هم اتحاد اتفاق داریم. اتحاد اتفاق ما رو شما خبر داری که برادرها خواهرا با هم یکی ندار، یکی نیستن و با هم یک جا حتی به ماها به سالها نمیبینن. نفاق از اینجا به اونجا رفته و اونجا خب بدون شک نفاق به اندازه است که هیچ گفته نمیتونیم. ما و شما اینجا هیچ چیزی کرده نمیتونیم. اگر اون مردمی که در افغانستان هست، اگر اونا زحمت نکشن و خود از یوغ ازی کثافت ها این حکومت جانی بیرون نکنن، ما در غم خود هستیم. اینجا نفاقی که در زمان موسی علیه السلام شما خبر دارین، قرآن عظیم شان شما چندین بار ترجمه کردین که میگن یک قومی بود که خداوند بر از اونا سه چیز پیشنهاد کرد و جبرئیل علیه السلام برشان آمد و گفت که یا نفاق، یا گرسنگی، یا مریضی. این مردم در بین خود چیستن مجلس کردن، ما گفتم که کدامش قبول کنیم. بالاخره به این رسیدن که اگر ما نفاق قبول کنیم ما از بین میریم، بیاین یک گرسنگی یک مریضی را قبول میکنیم که خداوند با رضو توبه کنیم سرمغره هم کنن. این نفاق در بین ما اینقدر که اینج شدت داره در افغانستان شاید هم نفاق نباشد، ولی ما افسوس به حال خود ما. اینجا ما میبینیم که اولادای ما به چی راه ها میره. ای از برکت از او حکومت های جاهل کثیف نوکر که در افغانستان هستن، که اگر از شورای نظار است و از غنیس و هر حکومتی که هست، که برادر ما بسیار خوب گپ زد که شیخ به نام شیخ الخبیث، والله بلا شیخ الخبیث، این برادر چندین دفعه ای کثافت آمده و در پارلمان افغانستان گپ زده. میگم من نمیگم که کی من نام نمیگیرم، پیش خداوندم تو میگی که من نام نمیگیرم، نام هیچ جانیایی که در حکومت افغانستان خیانت میکنن پیش خدا ما میره. میگی وقتی که خودت هستی چه خود نام گرفته نمیتونی، به خاطر که خودت شریک ازی حکومت ازی. چرا مردم میگه در افغانستان که این حکومت ما هر کسی که دادی میز مدور میه، میگه ما نمیخواهیم که این حکومت از بین بره. یک حکومت چرا نره این حکومت از بین؟ به خاطر که شما شریکشان هستی. آفرین. شما میخورین، شما مینوشین. دیگه وقت شما رو نمیگیرم، روزه که خوش براتون باشه. سلام علیکم. آفرین. طور معمول بسیار جالب امو وطن دوستانه دانه و تانه و ایماندارانه صحبت میدارین. خیر ببینین فرزاد جان، یک عکس برای شما فارورد کردم از آقای جانکیری و عبدالله و اشرف غنی هست و جانکیری به کابل آمده. شما ببینین که دو غلام، یکی دست به سینه استاد است و دیگه خنده هم میکنه که چی مردی خوبی هستی، مرا کار دادی. یکس بشار چی میگه؟ picture worth thousands of words. اینجا میگن که یک تصویر هزارها لغت یا معنا میته. بشار جالب است که باش آماده شو. بله سلام علیکم. بله الو. بله سلام علیکم. خطاب شد. سلام علیکم. و علیکم سلام. سلام خدا خدمت شما و تمام بینندگان میرسانم. امروز یک موضوعی نما خدمت شما عرض کنم که سال قبل یک تطبیقات نظامی بین هندوستان و شوروی بود، اما برعکس
امروز این سال امریکا با هندوستان موافقه کرد که پایگاه از پایگاه نظامی هندوستان استفاده کنه و در پاریس 16 طیاره را به پاکستان داد. آیا این معنای دیده نمیده که امریکا از پاکستان روی گشتانده؟ یعنی به این مفهوم که هند از یک طرف رابطه داره با شوروی و از جانب دیگر پایگاه نظامی خود اجازه میده به پایگاه نظام به امریکا که از پایگاه نظامی هند استفاده کنه. در اینجا ما یک حالت است که مسائل سیاسی است. ما یک تفسیر جناب شما رو میخوایم و یک مسئله دیگری که برادرات پیشتر تبصره کردن درباره اشغال و این مسائل، من یک چیز عرض کنم خدمت شما. افغانستان در یک بحران اقتصادی قرار دارد بدون شک. 90% عاید افغانستان، 94% عاید افغانستان از خارج داده میشه و 6% عاید افغانستان از خود افغانستان تهیه میشه. یک مملکت که اقتصاد نداشته باشه هیچ وقت او نمیتونه که آزادی داشته باشه در دینا. ما یک مثل داشتیم، یک بابا کلان میگفتیمش، کاکای پدرم میگفت یا خودت مرد باش یا در کنار مرد باش. امروز افغانستان خودش مرد شده نتونیست. افغانستان در یک حالت قرار گرفته بود که ما دوره قبل از کرده بیاد بیاریم که یعنی فقیرترین مملکت دنیا بود. افغانستان نه معدنش استخراج شده. افغانستان یک مملکتی است که از 100% وسعت خاک که داره 15% زمین از دیگهش کوه و در 15% هم 7% یا 8% زراعت میشه، دیگرش هم آبش هم به خارج میره. امروز افغانستان به صورت عموم در یک بحران اقتصادی قرار داره. بله بله. مجبور است که در یک پکت باشه، یا در پکت شوروی باشه یا در پکت امریکا باشه. اشغال نیست. تشکر بیادر مرغ تیگ لینک داره که اشغال نیست. اولا می چی رو فرهنگ امید واکو که می اشغال است یا اشغال، ما رو به تشویش انداختی. کلگ اشغال میگه، خودت اشغال میگی. امیر همی کلمه رو غلط استفاده میکنین یا تلفظ میدارین. خب کلگی میگه به دلیل، به ثبوت، به برهان که یک کشور جهان آمد، قهر شد، ضد تروریسم. او تو اگه باشه روسا هم اشغال نکرد دیگه افغانستان. چی میگم امو؟ ما شما که به خود نگیریم دیگه، هر چیز که گفته بعضی هم درخت سوز کرد در جان ما، میگه زیر سایش مینیشی. یا او خو علایده است، مگر وقت امر امی است. و برادر از امی خودت کده، خب ما هم یک چند سبا متعالیه یک چیزی دارم، وطن دوستم استم، ایماندارم فضل خدا استم، در جایی که عقل قلیل ما برای ما قد میته. و دیگه افراد و اشخاص هم جز امو کسایی که گفته امو دوست ما در موچور و چپاول دست دارن، امیر به اشغال هم نمیدانن و صاحب فرحت و لطف خداوند میدانن. همه گیش داد خداست. در خط هم رمی هست. او برادر خواه همیه پری روز رفت و نمره در پکت نیست، در زیر دست. شما کدام نفر دیدین که در پکت فرض کنیم ناتو امریکا بوره بگوه که نه اینی صدر اعظم آلمان درست نیست، من اینمی صدر اعظم هم میخوایم اینجا باش. یا پاکستان رو بگوید برادر که امی نواز شریف ور دارین و فلانی رو بگذارین. درست از غیر مستقیم راه ها خواد. یه تو که الان اوریان تو آفتابی در روز روشن برا گوشمالی به تر یکی رو صاحب روی کار بیاره، رای مردم به زمین بزنه، صفحه که مردم بسته بود دیگه، یا غیر قانونی خلاف قانون یک چیزی رو پست برای یک نفر تا به حیث توفه بده، یا یکی از یکی خودت قانی نمی سازد دیگه، بیادر پشت همی قصه هیچ نگرد. هر دفعه خودت همی داخل همی گپا داخل میشی کوهستانی سو باز چند درصدش تو ارقام هم میتی که فکر میکنی که خودت تو ذره ذره رئیس احصائیه مرکزی افغانستان خودت هست. 94% تو میشه با 95.5% چطور کهی میشه. ایده یک پکت خود درست است که در یک پکت این کشورهای ناتو، خود نورت اتلانتیک تریدی، این کشورهایی که در نورت اتلانتیک قرار دارن و کشورهای دیگه که دوست ناتو هستن، اونا هم در این پکت شامل هستن. در فواصل دور و نزدیک از زمره پاکستان هم هست.
اینا موجود هستن، ارتباطات دارن اینا. مگر ایتون نشده که الان برا و سای بدون استیزانی از و تیاریش پایان شوه و هر چیز که دل شده و کشور کنه، تفحصات کنه، بیسای نظامی داشته باشه، خودسری داشته باشه، ماش و مددشان برسانه، تعجیز کنه، حکومت بنیادش بگذاره، غوغا را برپا کنه. و برادر یکی از این خودت مغزت واز نمی کنه، ما چی بگویم تو را؟ قربانی چیم رفیقان، یکمان که بیشی یک نفر دیگر را بیار که پالوی در یک چایخانه ببر که می خودت یکمان که تنویر کنه، ما خودم دو دقیقه چطو کنم که در سر مغز خودت کار کنم. و هر هفته می آیی، هر روز یک اینمی آیی این چیزها را می فرمایی. دوستم دارم ایتا یک آدم بسیار معدب و شریفی هم هستی. ما به خدا وقتی اگر بار میگن کلمه تند از دهنم میبرای در برابر خودت، خودم آزرده میشم چونه قدر یک شخص نجیب خودت یافتی. بله، سلام علیکم سید. بله بله، سلام علیکم سید. سید حسنیم. اوه پاچالالا، سلام علیکم. چیه ری ساعتی خیده خیر 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 و خیریت دیرافا غوارم دیر کال دنیوی کال مبارکی تاسو طول لیدون کو آوریدون کو او د پیغام افغان ټول محترم او کارګر کارکونکو ته تقدیمو تقدیم مبارکي. زه هیله لرم چې نوې کال په افغانستان کې د سولې او ثبات کال شي. الهي امين. ډیر مننه تاسو جناب. خطاب صرف تاسو په اجازه غواړم ته ضرورت د ضرورت په بنا په دوه وسونو یو لنډه تفسیره وکم کو خوده کړی وسی چه ده باز ورون و ذهنونه می روخانه کریم. وی 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 آلاغا په اقتصاد او په اراده بانده تبصره ده. بعضی خلق په دی عقیده دی او دا فلسفی مسئله هم ده ده کمونیزم ده نظره چه اقتصاد ده وی طولنی زیربنا ده. خود ملی مفکوری او ملی فلسفه ده دی مخالفت که او حال تا داسی وی چه اراده ده یوی طولین زیر بنا ده او اقتصاد ده یوی طولین اصل ده. ده ده پاره ارسطو پا خپل کتاب که لیکی چه کلتور ده یوی طولین او بخی چه کلتور ده یوی دا البته خادم سب پا خو حروفو که راوستی او اغاوی چه کلتور ده یوی طولین سا اقتصاد غذا سیاست امسا او هنر دیوی طولنی خکلا دا. پا دی اساس دلی ملی مفکوری پاس فلسفه دا دا چه اراده دو طولنو پا اقتصاد او پا طولنو که دا تغییر در آوستلو اساسی علت دا او اراده کولیشی چه پا طولنه که تغییر اولی و پومده منظور داخل منطقی دلیل ده چه خدای تعالی چه پا پیغمبر علیه سلام تا حکومو که علتی ویلی چه اقره به اسم را بکا علتی ده پیسو ده لوتونو ده دالر و یا ده وقت ده وسپنو زرو و ده توپک و خروار رو تا جور کرده نو اولتی پی ده بانده ده ارادی حکومو که ارتی ویل چه اقره به اسم را بکا چه دا پخپلا یو اراده ده چه سره که چه ده خدای تعالی پا نامو بانده یو زوی او اراده ده یوی طولنی زیر بنا ده. پونده منظور وارموی اما چه حبیبی سه پخپل یو کتاب که چه ده سه جمالدین افغان ده هویت پا تثبیت که لیکله ده لیکی چه کله چه سه جمالدین افغان ده مصر نیستل که دو نو ده حکومت پا وارسته و کشتگانو تا راوستل شو آلت یو تعداد ملی تجاران چه ده خوشبین و راغلل او سه جمالدین افغان ته ویلی چه لگه پیسی ور تا مخی تکیو خسته ویل چه دا پیسی در سر وقل پکار بدی شی وی سه جمالدین افغان ویلی دا پیسی بیر تا مسترد کری او ور ته ویلی چه زمریان خپل روزی پا خپل پیدا کهی. خبر ادادا چه اقتصاد زمان مسارف زکه اوچت شویدی چه استعمار حکم ده او من تا ده چلور و بیلون و دالر و مصرف ده و اردو دو پارا غیر ضروری ده اردو حل تا معاصره که ده شی چه او ملت که ده او ملی حکومت جور شوید من ده پارا ده دم رغه که اردو جوراول پا ده سی حال که چه ده خارجین و مخمونی نیسی هیچ غیر ضروری کار ده من تا سلات هاگه وقت
تأمینی دلیشی چه زمان طول ولس پا یه حکومت معافقه و که ده زایر شا پا وقت که زمان گوردو اصلا شپیته زره نفره و ده قوائکار و طول اسکر و سا سل زره نفر و ترسیده خو یو اسکر کوله شد چه ده یو پتش لاسلار شی و یو قاتل راولی حکومت تیازیر که دازه که چه ولس همکاری کول او طول خلق اولی دل چه ده داود خان د حکومت په ضد د پاکستان طرفداران چې کله راغلل حمله وکړه ولس پاڅېد او د هغې مخې ونیوله اردو ونه وتله. زه نه پوهېږم چې ولې دا زموږ وروڼه په زه نه وایم چې اقتصاد د یوې ټولنې اصل دی، مګر ولې دومره اصرار په دې کوي چې د یوې ټولنې اراده بیخي ختمه کړي؟ حضرت رحمان بابا فرمایي وایي چې غوټې په سواهي په لاس به در شي او چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته؟ دا اراده ده چې انسانان امریکا هغه وخت کې دومره غنی نه و، د امریکي اراده اختراعګانې دا ټول د دې سبب شول د یو سم حکومت جوړول او د جورج واشنګټن غوندې یو سړي د حکومت په راس کې راتلل د دې سبب شول چې امریکا دیزې ته راورسېږي. روزولټ د امریکا په کانسټرکشن کې دومره ارزښت لره چې هغه ناسو او خلکو اراده کړې وای چې امریکا جوړه کړي، هغه له حتی په خپله کار نه و کړی، هغه وخت کې د امریکا اقتصاد دومره قوي نه و. زه نه پوهېږم چې زموږ وروڼه په دې ډېر اصرار کوي چې د پیسو په مقابل کې خپله ازادي خرڅه کړي چې ژوندي پاتې شي. نور هم وخت نیسم، خدای وکړي زما دا لنډه ډېر ښه وغږېدې نارامۍ سبب شوي نه او دا ومني. نور هم په خدای سپارم او په اخره کې وایم دا لنډۍ ضرور ګڼم چې تبۍ راواخلی او مخ یې تور کړي، تبۍ راواخلی مخ یې تور کړي او چا چې وطن په بیګانه خرڅ کړی وینه په خورا درنښت. آفرین آفرین پاچا صاحب، معقول غږېږي معمول په توګه. ګل ګل راځي او ګل ګل غږېږي، زه دیم تاییدومه. امی عکس فرزاجان گذاشته، باز به اعلانات میریم. دوستان عزیز، عکس بسیار جالب است. آقای فضل احمد افغان یک مقاله هم فرستادن، او رو مطالعه نکردیم، یا یک تبصره در رابطه دارن که او رو باز ما میخوانم در می تفریح. و این عکس بیاناتی داره، جنگیری که البته در آغاز هم تو دو نفر ای طرف خود استاد میکردن، مثل چوچگکا و گفته همی آقای مومن غلام با چگکای خود صاحب، او یکی اگر چی را بردارین فرزاد جان دستی آقای اشرف غنی هم معلوم میشه، همی نمراتی اون دست با احترام استاد است و غلام با چگکی دیگه صاحب عبدالله جان اون صاحب خنده میکنه کاکا جان چی یک مهربانی هستی برای ما، دیروت برای خودت دادی، اگر نیم ما و ای کارا و مرکی میمان صاحب ما در کوهای پنچیر و صاحب چی میگم و باودین خواجه باودین هم طرف میگشتم صاحب، در ایدشتا ایران مانده بودم کجا بروم صاحب. خودت هستی که از فیض و برکت شما ما اینه هر چی شدیم و کتلاکی میگردم و خوش میخورم و خوش مینوشم. اشرف غنی هم اون طرف صاحب استاد بود، اونا هم بیانات یقینا خاط داشت، در دلش میگه که من این معلم بودم در می رو دایلن یه نبی در تولید امریکا لطف خداوند رئیس جمهور است و ممیله سری قالینای سرخ را میروم، در هر جایگاه من هست، اگر کس به گپ من نمی کنه چی خو میزنم صاحب، آمر خو هستم و گفته وردگی ها صاحب گازر اینا هم پتا خرابی هم و خرابش خو آقای جنکیاری برای از اینا داده. به هر حال دوستان عزیز، وقفه اعلانات دوباره انشاءالله برمیگردیم. جدیدترین قلم الکترونیک جهت تلاوت و ترجمه قرآن عظیم الشأن، تلاوت قرآن شریف با صدای اساتیدی چون الافاسی، السدیس، العجمی، القامدی، المنشاوی، زکی داغستانی، محمد ایوب و شیخ المنشاوی به همراه اطفال. ترجمه 30 پاره قرآن شریف به 18 زبان از جمله انگلیسی، دری، پشتو، فارسی، روسی، آلمانی، اردو، فرانسوی، ترکی، ازبکی و کردی.
برای شنیدن تلاوت قرآن عظیم الشأن با صدای قاری مورد علاقه خود کافی است قلم را روی نام قاری مورد علاقه خود بگذارید و پس از آن آیه یا سوره مورد نظر را انتخاب کنید. به آیه مورد نظر با تلاوت قاری منتخب خود گوش بدهید و ترجمه آن را به هر زبان که می‌خواهید بشنوید. قلم جدید الکترونیک با قابلیت تلاوت و ترجمه قرآن شریف و توانایی ضبط صدا. توجه داشته باشید این قلم تنها نوع قلم الکترونیک خواندن قرآن عظیم الشأن است که میتواند صدای شما را نیز ضبط کند. تلفن سفارش 818-884-7018. با نوشیدن یک پیاله چای الکریم بهترین چای با عطر افزون کننده و طعم آرام بخش روزتان را آغاز نمایید. چای الکریم در بهترین منطقه ای که 2000 متر از سطح بحر بلند است کشت می شود. برنج الکریم، برنج عمران، برنج القصر الکریم. برترین برنج ها با طعم فراموش ناشدنی و عطر خوشایند از صادرات های هندوستان و پاکستان. برنج های دوست داشتنی خانواده های افغان و ایرانی. این برنج ها را به طور عمده و پرچون از شرکت تجارتی الکریم در شهر هامبورگ و خوراک فروشی های افغانی در اروپا، امریکا، کانادا و امارات متحده عربی به دست بیاورید. برای معلومات بیشتر لطفاً با شماره تلفن 0049-40-38-63-43-60 وارد تماس گردید. اونجو سوپرمارکت بیلشتیتر آبشتغاسه 49 مقابل مسجد حضرت ابراهیم خلیل الله علیه السلام. امروزه انواع و اقسام گوشت های حلال امرا با ماهی تازه. مواد گوشتی کنسرو شده، اقسام میوه ها و ترکاری های تازه، انواع نان های تازه، انواع و اقسام مواد غذایی افغانی، ایرانی، ترکی و سایر کشورها پاک و تنظیم شده، انتقال مواد غذایی به منازل تا 50 آیرو 20 کیلومتر. اونجو سوپرمارکت، سوپرمارکت بزرگ با پرسنل مجرب با انواع و اقسام خوراکها در خدمت شماست. برنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین برنج های بسمتی در اروپا می باشند، در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده. شرکت پامیر با عرضه بیشتر از 10 نوع از بهترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهتان می باشد. مراکز توزیع برنج پامیر: آلمان، هامبورگ شرکت پامیر، دوسلدورف شرکت ساعد، افغانستان شرکت پامیر نوآوران هرات، کانادا وانکوور شرکت خیبر لیمیتد، انگلستان شرکت پامیر لندن. They are literally starving. You've seen the images. Syrian children, elders, strong and healthy just a few years ago, and now eating leaves and dove hunger in besieged areas. Islamic Relief USA has a goal to help. $1 million. Will you join us? Thank you.
دوستان عزیز، باز هم از شما ما دعوت می‌دارم تا نظریات شما شنیده شود در رابطه با آنچه گفته آمد. و یک بسیار جالب بود و فرمودی آقای محترم دانشمند فضل احمد افغان صاحب هم ما مطالعه کردم، بسیار جالب نوشتن وطن دوستانه و اشغال از آغاز ختم حکومت مرحوم داود خان. اونا فرمودن که زیر اشغال بود افغانستان و افغانستان به میدان تیم فوتبال و بازیگران همی اغیار و هر یکی در دندانه ها نشستن و کف زدن و بدون از اینکه فکر کنن یکی پای دیگر در طول سالها و ملت افغانستان در آشیا قرار گرفته، در این فهمه بسیار مقبول تحریر داشتن و واقعیت عینی افغانستان اینا تا جایی که من مطالعه کردم بیان داشتن و شما اونا را خداوند خیر و برکت نصیب داره و خود همی عکسی را که اینا شامل همی چند پاراگراف تحریری از اونا اونجانیده امو هم بیان همی واقعیت همی داره. بله، سلام علیکم سیب. وعلیکم خطاس مبارک خیر. سنگه آقا جان جور پا خیر خیر و خیر. شکر خطاس های دیده غدی جانکیری ده غم نوی تاکنو مخی به فتاوی ده اشغال ده اشغال ده ده حکومت پا سلو که با لخ فیصد تا سر ماپی پا نوی فیصد ده بناو ووست نوی فیصد ده طول ماپی پسر طول ده تا خبر تراجی سو کربانی سم نسمین خبر ننده ده ولیسی جرگیم ده ده اومانه لطه لطه پیدران سیغات خاین و اغیوی ده حکومت نور مشروعیت نلری باید من ملی پاسون شروع گو باید ده و گو باید دیو ما ده حکومت ناقص کنو دا یو ټیکټ مې اشاره وکړ نو دی وښنه نه سم ماخه ته دا خبره غلطه تایید کړه ماخه ته یو خدای دې تایید بیا تاییدی یو بیا غون پی ګیو ځینې صورت وي هغه دروغ او خاوري ویل د خلکو پوستر ګو دا اوس غون عام خلک پیګي افغانستان عام اشغال ده فاسد حکومت چاره یې څه ده دا یو وای چې نه نه د اشغال بیا وینا ولا دا په دغه دلیل په دغه وخت ځای کې اوسره دا باید ومنو سل په سلو کې دا وطن اختیار نه لري او په څه د قصاب وړی ده لالګي ځان ته ګټې ترې اخلي څو جانبه منافع لري دا هیوادونه دا متاسفانه په د یو څورتو بې دیواره بې چیښتنه یو هیواد یو زمری په خلو کې یو قرچه ورو لیدلی ز دوی څوک هم نسته چې چی غیات اجګه کی امروز شما آر دارین که حداقل یک فریاد بلند کنین هم حقیقت مبرم درک کنین که وطن اشغال کردن و علاوه از اینکه اشغال شده حوریت و استقلال و آزادی ما را بودن زیر سلطه خود قرار دادن 100% کشور متکیست به دیگرا ی دا پکت مکت به در یک گپا نیسته بی پکت در یک کشور قدرتمند آزاد و حر به یک حساب اگر در یک پکت داخل شوه منافعی داره میته میگیره داد و ستود داره از خود صاحب عضویت داره در اونجا وظایفی برای از اونا تفویض میشه. افغانستان چی کده میتونه در پکت وارسا اگر یک تنگ بیای بالای امریکا از امریکا یا اعضای ناتو اینا دفاع کرده میتونه در این پکت؟ آیا کمک مالی کرده میتونه اگر یک عاجل یک ثانیه طبیعی به؟ آیا ای تو تبهر سیاسی اینا دارن که برای از اونا مشوره میتونه آقای اشرف غنی و آقاگه که دیگه؟ و هیچی چی یک پرزه باطل یک لطس یک تکس بیادر یک پارچه که میز بالایش پاک کنین اون تو یک حکومت آورده است و چی برمغان داره در ناتو فرض کنیم در امپکت وارسا ناتو اینا موجود هستن و خوی کسی رو بیاره که برای خاک افغانستان، جغرافی افغانستان، ذخایر طبیعی افغانستان، این محل افغانستان امیر کار دارن، اهدافی دارن متصل است با کشورهای نوظهور، ذخایر طبیعی، پایپلاین دیگه دیگه از اون لحاظ دوست دارن افغانستان میره. اگر ای که در پکت بگیرن و باز بگوی که شما وظایف تنینی هست اگر به تو شد و قرار داد این پیمان امنیتی به معنا یک چیز بود. اگر امضا شوه، دستخط شوه، نشوه صاحب کی است که از یک قرارداد دفاع کنه؟ و قرارداد وقتی تحریر میشه که دو طرف قوه اجرای از او را داشته باشه. یک کاغذ بود، امضا شد،
برای از لحاظ روانی بعضی مانورهای سیاسی صورت میگیره که مردم روحان یعنی از لحاظ سایکولوژی از لحاظ روانی اونا را زیر تاثیر قرار بده. یکی از اون طالب است و پاکستان است و نقارت زده میشه و نور ما مکرر میگم که او مردم افغانستان یکم به اوش بین. پاکستان دشمن تانه است، طالب هم شاید دشمن شما باشه، فرض کنین جنگ هم بد است، بیامنیتی ها هم، مگر وقتی امری است که غده سرطانی در درون شکم خودتان است، دیگرها شما را اغوا میداره، اغوا نشوین. باز یکی میان صاحب که اشغال نیست، در یک پکت هستیم و فلانیستیم، چیزای بیچاره میگه که البته او آدم هم حق به جانب است و عقلی از او تامو قد قدمیته، مگر به صورت عام کتله وعظیم افغانستان میدانه او را. بله سلام علیکم سر. الو؟ بله سلام علیکم سر. سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام. بفرمایید. بفرمایید. الو؟ سلام علیکم خطاب. و علیکم سلام. بفرمایید سر. صحبت کنین سر. خطاب محترم، امی حکومت اشرف غنی و عبدالله درس کرده و درز زیر جان کری از امو خاطر تا درز شرش کنه. درز شرش کرده تا امی نومبر امسال این درز دوام کنه و از هم نپاشه تا نام جانکری و دموکرات ها نامبت نشوه در انتخابات. بعد از نومبر جانکری نه پروایش داره و نه ناتو پروایش اشرف غنی و عبدالله را داره. آفرین جانکری، جانکری مملکتش را دوست دارد و خواهیم به مملکتش و وفادار به مملکتش خواهیم به مملکتش نیست و وفادار به مملکت و مردمش است. کار برای مملکتش میکند نه به بیگانه ها. اما عبدالله و اشرف غنی و مثل این نفری که رفی در کانادا است چنان خائنای شورای نظار هستند که مملکتشان اشغال شده و میگه اشغال نیست. وقتی که ما تو نفرای خائن و تنفروش شورای نظار و مثل اشرف غنی و عبدالله و امثال هم داشته باشیم افغانستان همیشه در اشغال میباشد. تا چند روز پیش گفت که پنجابی آمده افغانستان اشغال کرده و حال نه یک اشغال نیست. لعنت خدا بریم سر از این دروغگویان. بله تشکر. بله آقای فضل احمد افغان بسیار مقبول یک انالوجی دادن، یک داستانی که مشهود است، یک مجهول توسط از او میتونه آدم تصویر کنه. اونا بسیار جالب گفتن، میگه این بالون یا چی میگه پوکانه وقتی بادش آیستا آیستا میره باز یکی میگه او را پمپ میکنه که پس او را باد بته و که استاد شوه در هوا، این پوکانه هوایی یا بالون هوایی را همه تو راز. میگه جانکیری آمد که کمی که بادی از یک پایان رفته بود و این پس پمپ کرد که پشتیم دو سال نگردین برین تا پنج سال عمرشان رو تمدید کرد. بسیار جالب مثال های آدم میتونه به این قضایه افغانستان برسانه و بس دیگه سر نظریات متفاوت است. بله سلام علیکم. السلام علیکم و خدا سر و سلام و بیننده شما تقدیم میکنم. و علیکم سلام. برنامه شما تقدیم میکردم. سوال برم پیدا شد، گفتم این شکل نیز افغانستان اشغال از خود امریکایی ها تمام مقاماتون بارها اعلان کردن که ما افغانستان اشغال کردیم، مجبور بودیم اشغال کنیم افغانستان. مسئله روشن را کردم، افغان بلند میشه اشغال نیست و مشکل فهم خودشان است. سوال می بود که چه وقت اشغال نبود افغانستان؟ در مقرار وقت همیشه اشغال بوده یا کمونستا یا پاکستان یا امریکایی ها. وقتی که آزاد بوده چه وقت بوده؟ امیرم درست میفرمایید. اما می صحبت آقای افغان عرض میدارم در می مختصری ما زود یه تا جایی که تانستم مطالعه کردم اونا گفتن بعد از اینکه سردار داوود خان به شهادت رساندن افغانستان در هر مرحله در یک اشغال و در یک تسلط قرار داشته. چی همین جهاد افغانستان زیر سلطه پاکستان به پیش رفت، کشورهای جهان عرب و مؤتلفین امریکا و غرب برای نابودی امپراتوری روسا یا شوروی در وقت کار میکردن. خون افغان، اسلحه بسیار ابتدایی غرب و پول یک چند نفر شیخ عرب که از جمعه همی اسامه بن لادن هم یکی از اونا بودن دست داشتن و زیر همی جنرالای سایه و امر جنرالای پاکستانی امر نهی صورت گرفت. او را هم شما در حقیقت هم فکر کنیم دکتر نجیب چیغ میزد که این بلا از طرف پاکستان طرف ما میاد و پاکستان است که اینا را تشویق میکنه
در مؤخره او خود خوب نرم کده بود که بیان او مردم همی کشور وطنتان از جویه های خون جاری نسازین، بیان با هم بینشینیم باعث برادر وینوان. کی بود که بپذیره؟ جهاد سر همی اسبش لچ جهاد سوار بودن سر که جهاد جهاد همو بود که باز بیان سر وطنتان رو ویران کنین، خون بریزانین. یک کمونیست، یک چپی، یک وطن فروش برای شما نصیحت و وصیت میکرد، اما عرفای از امو باز یعنی واقعا جامعه واقعیت پوشاند و صاحب ملت تباه شد. جهاد خویی نیست که بالای قدرت و اقتدار یک نفر بجنگه، خون بریزانه، وطن ویران کنه، یکی دیگر متهم کنه که جنگ بالای ما تحمیل شده بود. جنگ بالای امچای مسعود تحمیل شده بود، جنگ بالای حکمتیار تحمیل شده بود، جنگ بالای حزب وحدت تحمیل شده بود، مزاری آدم میکش تحمیل شده بود، ملیت های ما پایمال شده و حقشان و هزارا بدوید. یک هزارا را کشت نمی سیافسه، این خود جهاد نبود. کجا ازی جهاد بود که شما برین برای اقتدار، برای قدرت، برای ارگنشینی شما برین آدم بکشین؟ هزارا پشتونا را میکشت. همین نفاق و شقاق و بدگمانی را این میا خلق کرده. این خود مجاهد خوب رقم نمی باشه. امو آقای مرحوم مولوی خالص آمد وقتی دید که دیگر جهاد نیست و خانه جنگی سب پای خود کشید، اگر نیه وام بسیار نفر داشت سب. اکثر امو اشخاص و افراد قماندانای از او رفتن به طالبا پیوستن. مگر دیگه باید رئیس جمهور باشن، باید صدر اعظم می بودن، باید امی حکومت از اینا می بود، در غیر از او به هیچ چیز راضی نمی شدن مگر جز حکومت اسلامی. خب حکومت اسلامی خوالی هم است، امی ربانی هم خو مسلمان بود، حکومت هم حکومت اسلامی، شورا هم شورای اهل و اهل و عقد و این چیزا، او را باید می پذیرفتیم. خب اگر حکومت بود حکومت اسلامی بود، رهبر بود یک کلرجی، یک اخوانی بود، یک اخوانی شما بودین می رفتین در زیر دامن از او مدر آمدین. حتی من با این فکر بودم که در آغاز اما حضرت سبقت الله مجدی صاحب یک سفید بود، در امید دوران جهاد در وقتی که یک جنجال می شد باز امور صاحب یک شخص بیطرف و احساساتی بود و چی میگه خوشباور امور رئیس می ساختن، باز آرام آرامی می شد. رئیس شورای مجاهدین او شد و صاحب باز رئیس جمهور اول برای دو ماه امو خوب پذیرفت، امور نگاه می داشتن برای استقرار وضع. این جنجالا نمیشد مگر امون تیاری از زور صاحب دمی نیمه را صاحب کمی دو ماه از او تیر نشده بود، امی اما چای مسعود از زیر زد صاحب نیمی هوا تیاری از زور پراند که امی گم شوه که زود ما در ارگ در آیم و صاحب که ربانی رئیس جمهور شوه و که اقا خیانت کردن امی مردم بی امنیتی ها را خوینا با وجود آورده. حالا میگن که طالب بی نامنی را با وجود میاره. شما که در امی ده سال دوازده سال در کابل جایی که آدم بود کشتین، بی امنیتی ها رو شما به وجود آورده بوده. او بخش تاریخ یکی به فراموشی رفته که هیچ نبود صاحب امی. ده سال یکی گم است دمیان است. دوسیش بستن، یکی دیگر بخشیدن صاحب. چقدر آدم کشته شده، چقدر مردم بیوه و بیوزن و یتیم و اینا به جا گذاشتن. او رو صاحب یکی قاد کردن دوسیش برو که نمیریز. امی طالب است، امی پاکستان است، امی کمونیست است، پرچمی است، خلقی است. اینه میاسه یکی دیگر متهم میساز. بله سلام علیکم سلام. الو آقای خطاب. بله سلام. عرضی علا بیتام. و علیکم سلام. خواستم امروز روی امیز آجاندهای صحبتتان مفصل دوستانه با شما صحبت داشته باشم. بفرم. بفرم. ببینیم آقای خطاب، از بدن پیدایشی سقوط حکومت دکتر نجیب، نظامه های ساخته پاکستان در حقیقت چکچکی های دلاری پشاور، سرانجام کشور به طرف بربادی و نابودی قرار داد. این روی یک فرمول بندی های غرب بود که غرب تا تانیز تماما نظام افغانستان برچیده و این پروژه ها در حقیقت نابود بساده، صنعت دوستی افغانستان فابریکاش ها و اردو نظامش ها نابود کرد و دو خط پاپلاین هم که از ترمیز بر کابل مسیری بگرام تایی کرده بود میلیاردها دلار در وقت سرمایه گذاری روسا بود. ببینیم این پروژه را امریکایی ها براه انداخت،
در حقیقت برای انداز 6000 بیشتر فابریکه در داخل پاکستان فابریکای زود آهن است. هیچ کدامی از اینا فرزندای ملت افغانستان نیستن. امریکا دقیق دوست خودش افغانستان استخباراتش میدونه که افغانستان در کجا موقعتش، کجا نفت است، کجا گاز است، پروژه های خود اینها تطبیق میکنه. زمانی که تیارای F-16 امروز در کار به کار نرفت، در جای از این بیتور اختراع میکنه، در جای از این G-35 اختراع میکنه، در جای از این راکت های دیگر دارن، اینها بخش های نظامی را در منطقه جنگ پیاده میکنن، در حقیقت عریف های خود را باید کمرش بشکنانن، ملت ها را با هم میپرتاین، یکی را پشتون، یکی را تاجک، یکی را سلفی، یکی را وابی، یکی را اینام اینها پیاده کردن در داخل افغانستان. در داخل نظامی افغانستان در دوره حکومت مرحوم دکتر نجیب ما 536 بال تیاره داشتیم، 180 بار تیاره هلیکوپتر داشتیم، 36 بار تیاره به نام چورنی اکولا داشتیم، اسکارت داشتیم، لونا داشتیم، تیاره سورا داشتیم، میک 21 داشتیم که روزها در جنگ‌های سوریه امروز استفاده کردند. ببینید زمانی که در افغانستان شما داخل شدین، نره تکبیر بگوین، تونلش انفجار بتین، پلش انفجار بتین، فابریکاش نابود بکنین، یک ملت بی‌هویت ساختن، نامش هم در سرش ماندن، چند تا ملای پشمکی در هر گوشه و کنار افغانستان برای ما امروز یکی را وابی میسازن، یکی را سونی میسازن، یکی را تاجک میسازن، یکی را سلفی میسازن. این بخشای جنگ باید در آتای میانه اینا پیاده بکنن دایشه. اینجا جنگ در داخل افغانستان موضوع تاجک و پشتون نیست، این پروژه های بزرگ است که باید امریکا در منطقه تطبیق کنه، از این گروه های درنده و وحشی استفاده بکنه، جنگ پایش با آسیای مرکزی بکشانه، کمر آقای امام علی رحمان باید بشکنانه و پوتین دوباره در جنگ در این منطقه مصروف بسازه. شینجان و اورومچی که در اونجا مسلمان نشین هسته علیه چین باید بر بخیدانه و این بخش های ترکمنستان اینجا را باید اشغال بکنه. مناطق هایستن که در این سرزمین ها پر از دنیای خزینه های سرمایه افتیده، کمر پوتین باید در این منطقه بشکنانه، این جنگ باید پیاده بکنن. آنچه که در اوکراین شکست خوردن، آنچه که در سوریه شکست خوردن، آنچه که در آذربایجان چند روز پیشتر جنگ مابین و ارمنستان براه انداختن، اینها موره هاییست که در داخل افغانستان آقای جنرال دوستم و آقای اردوغان در حقیقت شیطان بزرگ دیگر که در اونجا باید پیاده بکنه، گروه های را به نام شورای ندوار و بخش های ایران باید کار بکنه، یک بخش به وابیا و سلفی ها را در داخل پاکستان استخبارات پاکستان باید برابندازه. ای ما به جایی نمی رسیم، سالها صحبت بکنیم تا زمانی که ما اقتصاد نداشته باشیم، چیزی که به نام فابریکه در کشور ما وجود نداره، ما فابریکه جیرک بافی را نداریم، فابریکه عینک نداریم، فابریکه در حقیقت باسکل سادی نداریم، یک کشوری که شب خواب میکنه مردم پشت سر ملای مسجد استاد هستند تمام روز جهاد میفروشه، تا زمانی که جهاد و دوزخ فروختن کجاست فابریکه ما، کجاست صادرات ما، کجاست افتخارات ما؟ ملت قهرمان، ملت قهرمان ژاپن است، ملت قهرمان روسیه هست، ملت قهرمان امریکا هست، ملت قهرمان اسرائیل است، ملت قهرمان کوریا هست، ملت قهرمان چین است. ما دستاورد ما چی است جز کشتار، انفجار دادن، انتحار کردن، مردم خود را در ریشه زدن، کشور را به طرف نابودی میکنند. درست میفرمایید. بسیار برفای خوب زدین. ما اتفاقا موافق هستم با آنچه شما گفتین. از واقعیت های افغانستان بیان داشتیم، در اونجا اسلام هم میفروشن، امروز علنا به نام اسلام، به نام الله اکبر، به نام هورا، به نام احساسات مردم افغانستان، ما بارها خود ما گفتیم که طول و ترازو میکنه که ریش انبوی کی و نطق و خطابی آتشین کی بسیار خریدار داره، از امو استفاده میکنه. همین شورای نظار به می سیاف استفاده میکنن، سب در می استیجا بلند می سازد، در روزهایی که زیر خیمه می نشینن اینجا اونجا و سب بهانه تجلیل از سالگرد شهادت چتورکایی و زنمی آدم بلند میکنن و سب جایی که دروغ است توسط عزیز، چون قوت خطابه و نطقی خوب داره و در زمین پشتون است، میگن یه بیادر پشتون خود از اون همتون میگن برای از اون. اونمو سب یک گوساله بیش نیست که در زیر یوغ امچای مسعود بیشتر دویدم و آدم امروز با همین گروپ شورای نظار آمد پس تخت و تاج نشست، دوباره به دوزادوزی و چور و چپاول دستی ازی قدر سرمایه همی خود سیاف لچمرغ داره که سیاف وقتی از افغانستان برآمد با یک ریش و با یک لنگی افغانستان ترک گفت، یک آدم خوار و زار پغمان است، پغمانی همه ایره میشناسه. امروز سب به میلیون ها دلار نوکر، چاکر، سیکیوریتی و دیگه و دبدبه و سر تپه
صاحب یک خانه داره و صاحب میمانخانی از این با صدها آدم جمع میشه نان میخوره میره نمیفهم کی پول از کجا شده. یکی باز نزد خداوند میره ایره در کدام دوزخ مندازه نمندازه و کار خداوند است. مگر در این دنیا ای آدم بشری مردم در دوزخ انداخت بدبختی ها را قاید حال ساخت. یقینا نه فابریکی است نه نان خود ما را خود ما پیدا کرده میتانیم. ما میره میگم پولا را بوده شده دزدیده شده برده شده توسط یک ملام نیست. می دکتر ما ماستر ما زمی جوار ما زمی ما حول ما بشری مردم رفتن. یک چند تا از یار گیر کردن سب امریکا به رشوت می دادن سب در جال امریکایی افتادن آوردن در زندان نیویورک. چی میگم مرغ نابلد به خیلیم در دام گیر می آید وران را فرستاد سب یک شش هفت ماه باز الهیشان دادن. همه خیلی از اینجا میرن سب برای این پروژه که همونجا یک چیز پول به دست از اینا بیای به هر نحوه هست که چور کنه و ملک باز پس بیای اینجا به اعصاب آرام در یک خانه و منزلگاه بیاسایه و با پول حرام شکم خود از اینا و اولاد از اینا پر شو. کسی نیست که برادر چپی هم و طرف هم امروز همی چپی ها داره می حکومت را دارن سکلر و داکتر و میلیگیرا و پشتون خواه و تاجیک خواه و ستمی و سب. کسی نیست که سب ندوزدید کی هست در اونجا. یکی از دوستا تلفن زدم گفته همی سید مختومی رهین تبریکی گفت در پروگرام شاخی دنیا اونجا تلفن زدم واقعا نمیتور است کی است که ندوزدیده خود یک رستوران دوزم غارتگر هر یکی میدره ولی آقای باری جهانی چی فرق داره از آقای سید مخدومی رهین؟ هر دوی از اینا وزیرای اشغال هستن القه به گوش به اینا کار کردن معاش از اینا رو خورده باز وقت معزول شدن و سب کارتوسی پوچک شدن آقای آمدن به امرای پولای یکی گفت که پولای سردارجیر بالا رفته سید مخدومی رهین. یعنی واقعیت هم بود یک میلیون دلار در اکانت شخصی خود زده بود و باز پس ازش گرفتن بیچاره ترسوم است و خیلی همین راه های دوزی را کم میفهمه صرف به همین عیش و نوش همین تو شب نشینی ها و اینا را میگه زیاد میکرد یادم به تو که بدوزده و بکشه میگه ده او مهارتی از یادم کمتر بود. یک نفر سردارجی برای یک نفر سعید که نواسه پیغمبر خدا میگه برای از او پول داده که برو در وطنت بیادر همین آثار و عبدات تاریخی تا که طالب پرانده و دیگه خرابی کده در طولی سالها جنگ داخلی و خارجی او را اعمار کن. همین سعید نواسی پیغمبر پول یک سردارجی را میگه زد در جیب خود و همه همون اسناد هم کشیدن سر چونی وزیر بود ایرا ایلا دادن و سر باستاستا هم و مطبوعات هم به دست خود از یادم بود او را پلاپورت کردن گفتی بازی و امروز آمده برادر قرار نشسته اونجا نمیدانم من خبر ندارم گردن خودم بسته نمی کنم مگر تنور گرم خوب ساعتش تیر بود سر ولی نمیدانم که پولا را اگه آورده خب کارم ضرور نیست که کار کنم و دیگه شام همه تو رو لوده توی باری جهانی که از موش میگفت و از شیر میگفت که شیر موش شیر شد و بنابر چف و پف یک آدم روحانی و بیشتر دیندار و ولی اولا و شعر گفته بود و شعر از او درست شد باز پس او را چف کرد و موش شد. امی آقای سید مخدومی رهین شعر ساختن حالی موش شده سن حالی باری جهانی هم صاحب انشاءالله موش میشه سن امی شعر از یا برای خود از یا یعنی به درد میخوره. به هر حال دوستان عزیز ما دیگه رفع زحمت کرده و هر کدام به خداوند لایزال میسپارم خدا کنان چی ما گفتیم اگر حق بود خداوند اجر بده و اگر ناحق بود مرا خداوند هدایت کنه تا از حقایق آگاه شوم و با حق و با عدالت و با واقعیت ها حرفای ما استوار باشه و شما دعای ما هست. به هر حال خدای سپارم پا مخم خد خدای پا ما.